بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. چرا نمیگن پشت بدن، پشت پا، پشت کمر؟ چرا میگن پشت سر گذاشته باشید؟ و اوقاتی بهتر پیش روی شما باشه. برنامه امروز رو پس از دو برنامه تأخیر، شاید هم سه برنامه تأخیر، با هم هستیم و اجرا میکنیم. چهارشنبه هست، 22 آبان ماه 1398، برابر است با 13 نوامبر سال 2019 میلادی. ما 5-6 روز رفتیم مسافرت و برگشتیم. شما این بولیویا رو دادید رفت، طرف پادشاه بود، رئیس جمهور بود اونجا، حالا هوملس شده، بی خانمان شده در کشور مکزیکو. و به سعید بگم یه خونه ارزون برای این پیدا کن در مکزیکو. بذارید ما این دوستان رو دعوت کنیم، شما هم لطف کنید دوستانتون رو دعوت کنید یا برنامه ها رو شیر کنید. این چه وضعیه که اگر کسی فوش و فضیحت کنه، اون یکی به اون خبر میده، اون یکی به اون خبر میده که آقا بیا یک دیوانه اینجا هست چنین و چنان، ولی اگر مثل آدم نشستیم دو کلمه حرف بزنیم و خاطرات خودمون رو برای شما تعریف کنیم، اولش سعید شکایت میکنه که آقا چی بود اون برنامه قبلی شده بود آموزشگده رانندگی و راهنمایی. گفتم خب من امیدم این بود که یه نفر یه چیزی یاد بگیره، باعث بشه یه تصادفی پیشگیری بشه، یک اشکالی رفع بشه. و اما این دفعه که رفتم آلمان، از همون فرودگاه ماشین کرایه‌ای و با اجازتون تا روز آخر هی چرخیدیم و چرخیدیم و خیلی هم این ور اون ور رفتم. حالا آقای نیساری رو گفتم اگه امروز کاری نداشته باشن بیان با ما چند کلمه صحبت کنیم، ولی جوابی ندادن، به احتمال زیاد سر کار هستن. بابا همه که مثل من و شما بیکار نیستن، ملت زندگی دارن، دنبال پول و درآمد و رفاه و آسایش بیشتر هستن. و بله این ماشین داشتن توی آمریکا، چون میای عادت میکنی، بعد که میری کشورهای دیگه اونجا هم فکر میکنی اگه ماشین نداشته باشی یه چیزی ازت کم شده. من حتی ترکیه هم که رفتم با اون وضع رانندگیشون ماشین گرفته بودم، ولی با همه اینها جالب بود و جون سالم به در بردیم و حالا با شما دوستان هستیم. بگید ببینیم که اوضاع و احوال مملکت شما اونجایی که شما هستید، حالا دیگه مملکتتونه. ببین هی بگو آخونده بدن، یه مملکت داشتیم نق میزدیم، حالا چند تا مملکت داریم؟ خود من میگم آلمان کشور دوم، مملکت دوم منه، آمریکا مملکت سوم منه، ماشاءالله هممون دارا شدیم. اون موقع سارا بودیم، حالا دارا شدیم. بماند بذارید من اینجا توی فیسبوک یک کلمه بنویسم که نوشته های شما شروع بشه به پیدا شدن. این را هم اون روز ما یاد گرفتیم که وقتی ما چیزی بنویسیم بعد نوشته های شما هم میاد. می‌نویسم سلام سلام ای بچه ها، من سوربیم، دوست شما. من اولش کم عقل بودم، وارد تلویزیون شدم، بعد کمی عقلدار شدم، رفتم و توی اینترنت این تلویزیون مردم رو انداختم. خب دوستان عزیز، ما در سفری که رفتیم به آلمان و با دوستانی که آشنا بودیم سالهای سال و دوستانی که چند سال میشناسیم اینور و اونور، و از جمله اینور و اونور یه جایی رفتیم به نام رستوران هانی. به اون آقای رستوران هانی، خیلی جالب، اینا همه همدیگر مهندس و اینها صدا میکنن. البته من یه جوکی هم گفتم یه نفر رفته بود ایران، وقتی آمد گفت آقا همه به هم میگن مهندس، دکتر، نمیدونم خانم مهندس، خانم دکتر، چیه؟ طرف گفت آقا همه اسمای دیگران رو یادشون رفته، به همین خاطر میگن آقای مهندس، آقای دکتر. اگر صمیمی باشیم، اسم همدیگر رو یادمون باشه، خب اون میگه سوربی، اون میگه سعید، اون میگه پتیک، همدیگر رو میشناسن و بماند.
خلاصه این آقا رستوران هانی لطف کرد، با وجودی که دیر وقت بود و اینها، پذیرایی کرد، جای شما خالی، خوراکای بسیار خوشمزه، خوراکای ویجیتریان هم داره، اگه یه وقتی از گوش خوردن شما هم مثل من احساس بدی میکنید، یعنی یه دوستمون که بعد از سالها دیده بودم، وقتی رفتیم هوخهایم و با هم در اون هوخهایم زیبا در فستیوالی که بود قدم میزدیم، گفت که ایشون عاشق سگ هست و به دلایلی نتونسته سگشو نگه داره و سگرو داده رفته و خیلی غمگین بود. بعد میگه یه روز رفتم جایرو اوردر دادم یا همون دونر کباب، و یونانیان بهش میگن هیرو، نه هیروی آمریکایی ها، هیرو به جای جایرو میگن هیرو. گفت که وقتی داشتم میخواستم بخورم شروع کردم زار زار گریه کردن که این چه میگفتن یک بام و دو هوا، اینجا بهش میگن دبل استاندارد، چه یک بام و دو هواییه که من از اون ور یه حیوان رو اینجوری ناز و نوازش میکنم، نگهداری میکنم اون سگ، و از این ور این حیوان رو به بیرحمانه ترین وضع میکشم و تکه تکه میکنم و میپزم و با انواع مختلف آتش و روغن و اینها، و اینجوری جانانه میشینم و نوش جان میکنم. گفت از اون لحظه دیگه گوشت نخورده و ویجیتریان شده. یه دنده از این ویجیتریان قوی تر میگن ویگن، نه مثل ویگن خواننده ها ویگن، و اون دیگه محصولاتی رو هم که از حیوانات به دست آمده باشه، از جمله شیر و تخم مرغ و پنیر و اینها، اونها رو هم نمیخورن. حالا من یه بار گفتم خب از کجا معلوم که این سبزیجات که اینها موجودات و یا چیزای زنده هستن ما اینها رو هم میخوریم خب اشکال پیش بیاد. سلام آقای مانی خورسندی عزیز، دوستان آقای سهراب چمنارا هم اینجا هستن و خیلی جالبه، ایشون لطف کرد ویدیوی برنامه هاشون رو فرستاد و من بعد از این برنامه برای شما روی فیسبوک میذارم، روی بالاترین میذارم، روی توییتر میذارم، برای ایمیل لیستمونم ارسال میکنم. ایمیل لیست قدیما که فیسبوک اینا نبود بیشتر دوستان تماس میگرفتن، ولی الان خب طرف رو فیسبوک میبینه دیگه نه ایمیل احتمالا چون چیزی نمینویسن دیگه باز نمیکنن و نمیخونن، ولی ما کار خودمون رو انجام میدیم. و برای آقای سهراب چمنارا وقتی اون ویدیو رو نگاه کردم نوشتم که اشکال شما اینه که میری از وایت هاوس یا کاخ سفید که الان یه شارلاتانی داخلش هست به اصطلاح تقاضای کمک میکنی، به قول خودمون به امامزادهی شما چی میگفتن وقتی یه چیزی نیاز میبستن از روی نیاز، که توی این اصلا امامی نیست، زادهی نیست، قبری نیست، اصلا علکیه، دروغه. و همین امروز که من با شما صحبت میکنم آقای ترامپ رو در مجلس دارن استیضاح میکنن، برنامه رو به صورت زنده میتونید نگاه کنید، ولی چون خیلی طولش میدن نوشته ها رو چندین نفر آماده کردن و میخونن اینها، خلاصه مطلب رو میشه امشب فهمید از اون کمدین هایی که شب میان اوضاع و احوال روزگار و دنیا رو به صورت طنز، به صورت خیلی خلاصه به من و شما میگن. و آقای چمنارا یه منطقی داره، میگه من تقریبا مثل اسبهایی که در ایران به درشکه میبستن برای که رفت آمد ماشینا و مردم و اینها حواس اینها رو پرت نکنه، دید اینها رو محدود میکردن. و آقای چمنارا میگه من مثل اون اسبا هستم، من راه خودم رو میرم و کاری به این ور اون ور ندارم. البته به نظر من از یه طرف خب ایشون خیلی down to earth، خیلی خاکی این حرف رو میزنه، از یه طرف خب این که خیلی بده، آقا اون اسب هم اگر میتونست این چیزها رو از چشمش باز میکرد و میگفت آقا طبیعت، خدا، هر کسی که من رو آفریده به من این قدرت رو داده که این ور و اون ور رو هم ببینم، و شما کی هستی که منو محدود کردی؟ حالا توی کیس آقای سهراب چمنارا، آقا شما که اسب درشکه نیستی و اونجا هم درشکه رانی نیست، شما چرا خودت محدود کردی
این ور اون ور رو نگاه کن، شاید یه راهی هم بهتر از این راهی که شما داری میری و به نظر من اتلاف وقت هست باشه. این از این ماجرا. از طرفی ایشون پرسیده بود که این وبسایت و تیوی ها و اینا اصلا معلومه چند نفر کجا بیننده هستن، چه سنی هستن، چه سالی هستن اینا؟ گفتم والا یه جورایی معلومه یه جورایی معلوم نیست. خب وقتی که طرف میاد 60 سالشه توی فیسبوک مینویسه 20 سالشه، وقتی که توی آمریکا نشسته نوشته مینویسه از تهران هستم، وقتی که توی سوئد مینویسه آمریکا هستم، خب این اطلاعات درسته که اونجا هست ولی اطلاعات ریلایبلی نیست که شما بتونی بهشون استناد کنی. از طرفی بهتون گفتم سالها پیش این آقای دکتر دیگه اسمش هم یادم رفته، مولانا ملازاده از انگلستان، به گفته خود ایشون میگه من ماهی 22500 دلار میدادم به تلویزیون رنگارنگ، تلویزیون رنگارنگ هم به این آقا میگفته شما 40 میلیون بیننده داری. میگم آقا حالا ماها که تا خدا رو نبینیم باور نمیکنیم، ولی شما که میای درس خداشناسی میدی میگن که اگر خدا رو ندیدی به دلیل عقل بشناس یا به دلیل کارایی که هست بشناس، چون به عقل اگه رجوع کنی فکر نمیکنم به خدا برسی. خلاصه اسب عصاری، نه 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 نه، اون اسب عصاری اصلا چشمشو میبستن کلا، یادتون باشه. و توی عصاری هم فکر نمیکنم از اسب استفاده میکردن، از یابو استفاده میکردن که حاصل برخورد اسب و الاغ هست و خیلی قوی هست، و چشمشو میبستن چون اگه چشمشو نبندن حالش به هم میخوره. فکر میکنم اینجوری باشه. اسبی که آقای چمن آرا میگه درست میگه، اسبی هست که این دو طرفشو دو تا چرمه میبندن که این ورور چی نکنه و بله بمانه. حالا یا اسب عصاری یا اسب درشکه، هم شما میدونید من چی میگم هم ایشون منظورش رسونده و الی آخر. آقای اکبری لطف کرد برای من یه عکسی فرستاد از اون فرشی که ما بالاخره بعد از اینکه همه دوستان گفتن آقا بالای در سازمان ملل نوشته چه عضوی به درد آورد، ما گفتیم والا بلا چند باری که ما نیویورک رفتیم همچین چیزی ندیدیم، حالا شماها یکیتون لطف کنید یه عکسی بگیرید بفرستید. بعد یه نفر نوشت که آقا اصلا همچین چیزی نیست و این یک فرشی هست که اگه اشتباه نکنم این فرش رو هم حتی همین جمهوری آخوندی داده به سازمان ملل و اونا یه اتاقی هست گذاشتنش تو اون اتاقه. آقای اکبری این عکس رو فرستاده. گفتم خب ببین این وقتی هی به دروغ هی گفتن و گفتن، اون وقت بعد ادامونم این میشه که آقا قانون نمیدونم حمایت از حیوانات، قانون حقوق بشر کوروش کبیر نوشته و ما فلان. آقا این حرفا چیه؟ اینا کجاست؟ یعنی این همه فیلسوفای یا فلاسفه یونان و چین و اینها همه نشستن تا آقای کوروش از شیراز از پاسارگاد روی خشتی روی گلی یه چیز انقدی بنویسه اینو بفرسته بره؟ آقای چمنارا دوست عزیز مهندس گرامی، شما که از آشغال به وسیله سوزاندنش انرژی تولید میکنی، این چه حرفیه که نمیدونم ما بنیانگذار حقوق بشر بودیم و اینها؟ تازه اگر بودیم هم نگید آقا نگید. یه دوستی ما داشتیم خدا رحمت کنه، هرچی دوست داشتیم رفتن جزو خدا رحمتی ها، به نام آقای خسرو میکائیلیان و ایشون گویا تو کار رستوران بود، بعد با دوست ما هنری کچی خارکیه یا کچیه یا کچاتوریانه هرچی، با این دوست شد و آمد توی کار تراکینگ و این مینش از اسرات چایی درست میکرد تعریف میکرد، خیلی هم دوست داشت همیشه دکه و معرکه و اینها باشه. این ارمانی ها همشون دوست دارن اینجوری باشه، به همین دلیل هم عرب فروشی ها و اینا اینجوری بود، چون این آدم ها خوش حرفی هستن، خوش چی میکنن چی میگن مردم نگهدار هستن مردم دار هستن و اینها. و این تعریف میکرد که من وقتی آمدم آمریکا اون زمان دوستان 500 هزار دلار خیلی بود، 500 هزار دلار آوردم و رستوران خریدم و اینجور اینجور. من یه روزی وقتی تنها بودیم بهش گفتم خسرو جان من اگه جای شما بودم
اینو نمیگفتم، چون این اعتبار نیست. این نشون میده که شما با 500 هزار دلار اومدی اینجا، حتی پول خودت نتونستی نگه داری. اگه شما نگاه کنی همه از خانم نمیدونم چی کریستیان امانپور تا هر ایرانی، همه اینا میگن ما با یه چمدون اومدیم و 2 دلار هم بیشتر تو جیبمون نبود. که من نمیفهمم اینا پدر مادرشون اجازه دادن اینا با 2 دلار از ایران سوار هواپیما بشن؟ دروغ تا جایی که خودمون باور میکنیم. این آقای اوجی سیمسون، به شوخی بهش میگن اورنجوز، اوجی سیمسون انقدر دروغ گفت، الان دیگه وقتی هم حالا خودش از زندان اومده اینا بیرون، اصلا باور کرده که آقا این قاتل نیست، در صورتی که مثل روز بر همه روشن و مبرهن است که ایشون کشت و اینها. بله، میگه بله آقا، لوحه کوروش اولین سند حقوق بشر است. آقا ما قبول داریم هر چی شما بگی، ولی شما به من بگو این لوحه کوروش منظورتون همون استوانه گلیه؟ اگه استوانه گلی است که اون لوحه نیست. خب این چیه؟ این کجا بوده؟ این کی نبش قبر شده؟ کیا برای ما اینو پیدا کردن؟ تا قبل از اون اولین لوحه حقوق بشر کجا چگونه صادر شد؟ نکنید آقا، نکنید، والا نگید. تو مهمونی ها اینو بگید که به به و چه چه کنید، ولی توی برنامه های تلویزیونی نگید، خودمونو خراب میکنید. شما همین لوحه رو برید دنبالش پیدا کنید، ببینید این استوانه رو چند سال پیش توسط خارجی ها پیدا شد، خدا هم میدونه چی بوده چی بوده. به ما گفتن آقا این میخه میبینی اینجوریه، این میخه خط سیخی اینجوریه. آقا نیست اینجوری، ولمون کن. باید نیم ساعت به ویدیوی رئیس موزه بریتانیا، ببین آقای چمنارا خودتون دارین میگین، رئیس موزه بریتانیا میاد به من و شما و دنیا میگه که ما عقب افتاده هستیم و این ایرانیا اینا ما رو به تمدن رسوندن، اینا ما رو به حقوق بشر رسوندن. یه ویدیوی آقای بابک هروی از این خواننده نامجو که البته ایشون نشته نامجو، حالا نمیدونم چرا گذاشته، و آقای نامجو درست میگه. آقای بابک هروی دوست عزیز، حالا شما طرفدار سفت و سخت رضا پهلوی شدی، داری عمر خودتو تلف میکنی. یادت باشه همین طرفدارای رضا پهلوی بودن که شما رو تهدید کردن، همین شعبون بیمخا بودن که میخواستن به شما اسلحه بزنن و فلان و بیسار اینا. ولی بمانم آقای هروی، شما بشین ویدیوی این آقای نامجو رو که خودت گذاشتی روی خبربین توییتر از اول تا آخرش نگاه کن، به من بگو کجاش این دروغ میگه. میگه آقا یه پادشاهی که باباش گشنه گدا بوده، یه پادشاهی که مملکتش بیش از 50% بی سواد بوده، یه دفعه پول نفت و غرور بیجا چنان این رو یابو برش داشت دیگه، چنان این رو از خود بی خود کرد، چنان دچار مالی خولیا کرد که آمد خانواده های سلطنتی رو که 700 سال سابقه دارن در کشورشون دعوت کرد، براشون قاشق و چنگال طلا گذاشت که شما بیا ما رو ببین، آقا بیا ببین این چادرایی که ما خریدیم از پاریس و فلان و اینها، و اون ور شمس آباد مردم گرسنه. خب درست میگه آقا. حالا این آدم بعد این وقتی میاد میگه رضا قلدر تریاکی بوده، درست میگه. حالا شما میخوای بگی اون زمان همه تریاک میکشیدن، اون حرفی جدا، ولی چیز خلاف نگفته. بعد میگه اونها هم انقدر چی بودن اصلا اینو محل نذاشتن. شما برید اسامی اونهایی که آمدن در جشنهای 2500 سال شرکت کردن ببینید کی بودن. یه مشت گشنه گداتر و یه مشت سوء استفاده چی و دنبال قرار داد، ولی 4 تا آدم درست حسابی از کشورهای درست حسابی که نیمدن. و این هدفش چی بود؟ شما به این وسیله میخوای توریست بیاری ایران؟ توریست رو وردی نشوندی اونجا، بعد یه احمقی یه دفعه توی برنامه میگفت که شما قدرت پادشاه رو ببینید، این مهمان ها رو آورده بود در آفتاب شیراز، شیراز آفتاب بدی داره چون هواش خشکه، آفتاب پدر در میاد، در آفتاب و جلوشون رژه میرفت. بس خب این میمونه که من شما رو با احترام بیارم یه جایی بشونم یه جایی بدی، شما فوش خار مادر تو دلت به من بدی، این چه افتخاریه برای من؟ در هر صورت ببینیم چی میگن. بله استوانه گلیست. آقا این استوانه گلی
همونیه که حقوق زنها رو می نوشته می داده و زنان ایرانی از 2500 سال پیش کار می کردن. وقتی هم حامله می شدن مرخصی می گرفتن می رفتن خونه شون. جامعه ای که کشاورزی بوده زنها برای دولت کار می کردن. نمی خونه عزیز من، شماها چون شاخه به شاخه می پری. این بهبانی احمق یه دفعه حرف خوبی زد سر موضوع این آقای غلام حسین مصباح بود، گفت که هر وقتی میخواین صحبت کنید سر یک موضوع مشخص بیا با من صحبت کن. چیزی که هست حشیش کشیده بود و نمیدونم گوگن هر چی دم دستش میمد میکشید تا میرسید به اون میز برنامه. بلند شد رقص عربی کرد. شما سر یه موضوع مشخص یه روز بیاین با هم صحبت کنیم، ما ببینیم این استوانه کوروش به چرخونیمش ببینیم چی نوشته که حقوق زنها بوده، نمیدونم نقشه دنیا بوده، اصلا این ستاره و ماهواره و همه اینها بوده، جوک ساختن برای ما. میگه طرف داشت یه جایی رو میکن، مهندسای ایرانی هم اونجا بودن، یه مش سیمی در آورد مثلا مال تلگرافای خط بغل آهن فلان، گفت که ببین ما از اون زمان سیم تلفن و تلگراف داشتیم. ایرانی هم که از رو نمیره که، گفت خب شما هنر ندارید که، ما از همون زمان کوروش تلفنامون بی سیم بود. نکنید آقا نکنید، حقیقت رو قبول کنید بر اساس حقیقت بر اساس توانتون. گفت خواستن توانستن است. گفت آقا نصفه دومش به ما نگفتن، خواستن توانستن است در حد توان. ما بیش از توانمون میخوایم و همین خاطر به این روز میفتیم. و هم ممنونم از آقای فرزاد نیساری که ایشون لطف کرده بود یه پیغامی گذاشته بود و توی اون پیغام گفته بود این شعری که شما گفتی تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همان لباس زیباست نشان آدمیت. من یادم نمیاد مال چه برنامه بود، ولی من این شعر رو آقا عوضش کردم. بالاخره سعدی در یه دور و زمانی نوشته و ما باید مثل آخوندا که این کارو نمیکنن، ما باید چیزها رو بر حسب زمان عوض کنیم، تغییر بدیم. من در یه برنامه اینجوری خوندمش: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این جیلنوی میگه اینجا که نوشته نو یوترن، منظورش اینه که نو یوترن. و اما لوح‌های تخت جمشید را بخوانید که در دانشگاه شیکاگو خوانده شده. شما جواب من ندادی، یعنی تا قبل از تخت جمشید 2500 سال پیش دنیا یونان، روم اون زمان، چین، مکزیک، تمدن 5000 ساله، اینا همینجوری شیر تو شیر و خر تو خر بود. اینو شما نمیخوای قبول کنی. این آقا کوروش شاگرد کی بوده؟ کجا درس خونده؟ با دوستمون وقتی رفته بودیم هوخهایم، گفت آقا بعدش چه روزی بود، بعد رفتیم فیلم عرق سرد نگاه کردیم، بعد چه جلسه خوبی بود، نشستیم در یکی از این محلهای عمومی که شهر فرانکفورت در اختیار همه میذاره قرار میده، نشستیم و بحث بود درباره فیلم. خداییش اینجا وقتی فیلم میذارن توی کانون، گاهی وقتی میشینن درباره اون فیلم بحث و نقد و گفتگو، و من گفتم خب معمولا اون موقع کارگردان میاد، تهیه کننده میاد، هنرپیشه میاد، ولی ما 5 نفر 10 نفر 20 نفر 30 نفر بریم بشینیم یه فیلمی رو ببینیم نظرمون رو راجع به اون بگیم چه فایده داره؟ بعد دیدم نه اتفاقا خیلی خوبه، چون حقیقتش نظرات از اون فیلم برمیگرده چیزای دردای اجتماعی رو میگیم، از جمله همه درد سیاسی، از جمله قانونای ضد حقوق زن و ضد حقوق بشر ایران. و توی اون برنامه این دوست ما گفت که آقا ما پادشاه زن داشتیم. میگم آقا اسمش کی بوده و چه سالی بوده؟ این تاریخی که شما پادشاه زن توش پیدا کردی، اسم این خانم چی بوده، چه سالی بوده و چطور شده بوده که مرد قحطی بوده، اونم مردانی که برادر همدیگه رو میکشن، اونم پادشاهی که پسر خودشو میکشه و کور میکنه، چجوری یه دفعه توی اون جامعه یک خانم، یک بانوی، یک ایران دختی آمد و
پادشاه شد یا ملکه ایران شد؟ جواب نداری. برو آقا لوح‌های تخت جمشید رو بخون. چشم، میرم میخونم. آقا از این لوح‌های تخت جمشید توی مصر که قدیمی تر از ایران هست برید ببینید هر روز چند تاش میاد بیرون، همش یه مشتی عکس و نقاشیه، همه اینا هم شباهت عجیبی به هم دارن که الان دیگه کم کم به اون نتیجه رسیدن که آقا اینا اصلا کار بشر نیست، با اون تکنولوژی و صنعت اون زمان اینها امکان نداشته که کار آدمای عادی باشه، از ما بهترون بودن. اینجا میگنشون ET. بمانه میگه که مهمترین مهمان جشنهای 2500 ساله تخت جمشید آقای هیلی سلاسی پادشاه اتیوپی بود، هم مردکی که پر مرغ و شتر و اینا شتر مرغ به خودش وصل کرده بود، یه آدم کوتوله سیاه زشتی که میخواست خودش رو قد بلند نشون بده. این همونه میگه دیگه، هیلی سیاسی یربان. حالا این آقای نامجو آمده میگه آقا شاه میاد یه خانواده ملکه ای رو که 700 سال دارن برای یک کشور پیشرفته دنیا دعوت میکنه، برایشون قاشق چنگال طلا میذاره، اونا اصلا نمیان. ولی تاریخ مصر را با ایران قاطی نکنید. آقا این چه حرفیه؟ آقا من دارم از شما میپرسم، شما وقتی میگی اولین ما بودیم، دنیا بوده یا نبوده؟ دنیا بوده، دنیا داشته روز و شب میچرخیده، تاریخ بوده. این مایا برید تقویمشون نگاه کنید، مایا رو شما قبول نداری؟ چین رو قبول نداری؟ این فیلسوفایی که از این ور اون ور اسمشون هست اینا رو قبول نداری؟ خب همه اینا رو قبول نداری، فقط یه لوح انقدی، اونم اونی که بریتانیا بهتون داد، بریتانیا به شما گفت، اونو فقط قبول دارین؟ که گفت این خطه که اینجوریه یعنی شما بهترینی و تمام چیزای دیگه کاری نداشته باشید، برید خوش باشید، تمام پدرتون رو در بیارید. و شما هم که خودتون دارین اقرار میکنید که اینجوری چشمتون رو بستید. و خیلی جالبه، کسی چشم شما رو نبسته، کسی شما رو محدود نکرده، شما خودتون این کارو کردید، بهش هم افتخار میکنید که من راه خودم رو میرم. موفق باشید. بله ایلامیان قبل از مصریان بودن. سالشو به من بگید عزیزم، سالشو به من بگید. شما از این ورداری لوح کوروش رو میگی؟ اگه این ایلامیان همون پدر بزرگ نمیدونم کوروش بودن یا یکی دیگه بوده، چون تاریخ هم که قربونش برم از این ورمیای سه تا کوروش داریم، از اون ورمیای دو تا داریوش داریم، معلوم نیست کدومشه، هر وقت دلون میخواد عوض میکنه. ولی یادتون باشه اگر شما یه جایی هم شنیدید که یک زمانی ایران یک ملکه داشته، گویا برادراش 17 تا بودن، پدرشون اون 17 تا رو کشته، قحطی مرد بوده در خانواده پادشاهان. کدوم پادشاه؟ پادشاهانی که امروز جرمه اگه کسی با فامیل خودش ازدواج کنه، پادشاهانی که با خواهر خودشون ازدواج کردن، با مادر خودشون ازدواج کردن که یک وقت این خون تمیزشون با خون دیگران کثیف نشه. و اسکیموها بهتون گفتن، گفت اینی که زنشو میداد به مهمون برای این بود که فهمیدن آقا یه مشتی خلوچل داخل همدیگه دارن بچه درست میکنن، مثل این دوستان کلیمی. حالا حتما میگید چرا دوستان کلیمی پس اینقدر باهوشن؟ آقا یه جورایی از این و اون میدزدن. شما برید اینشتین، هممون دوستش داریم. همین من پریروز یه عکسی در کنار ایشون گرفتم، اجازه بدید بهتون نشون بدم. هممون دوستش داریم، برای که یه جورایی هم ایرانی بوده. چرا من میگم ایرانی بوده؟ برای که شما برید اینشتین و داستانشو بخونید، این آقا این چیزایی رو که گفته و اینها همچین هم همش مال خودش نبوده، یه جوری از این و اون کش رفته بوده. بله این آقای اینشتین ببینید چه زیبا نشسته در کنار سوربی و حالا میشه گفت دام اند دامر نشستن اینجا با هم دیگه. اینو تو فرودگاه فرانکفورت آلمان گذاشتن، شما تا میری داخل اون قسمت گیت زی و اینها این نشسته، ما هم نشستیم بغل دستش، دادیم به یه آقای آلمانی برامون عکس کرد. ولی شما برید بزنید اینشتین مساویست با کانمن، کانمن یعنی کلاهبردار، خب ببینید چه داستانی میاد.
آقا همه ما، همونایی هم که رشتهشون برقه، فکر میکنن ادیسون برق رو اختراع کرد، ادیسون لامپ رو اختراع کرد، نمیدونم فلانی تلفن رو. همه اینها آدمای شارلاتانی بودن که تسلا رو هیچ کدومون نمیشناختیم تا یه پسر نابغه آمد این ماشین برقی تسلا رو ساخت. حالا برید اسم تسلا رو بزنید ببینید برق و کی درست کرد و به چه بدبختی زندگی میکرد. ولی ادیسون هر کسی هر چیزی پیدا میکرد این یا ازش میدزدید یا ازش میخرید، خیلی ارزون به ثبت میرسون و بله خیلی چیزها رو به ثبت رسوند. خب ببینیم حالا که بحثمون بالا گرفته، بله میگه که فیثاغورس اولین فیلسوف یونانی در چخت جمشید کارآموزی میکرد. بله فلسفه از ایران به یونان رفت. چه سالی بود آقا؟ چه سالی بود فیثاغورس چه سالی اومد تخت جمشید کارآموزی؟ 4500 سال پیش ایلامیان، مصریان 3500 سال پیش، ولی اهرام مصر 12000 سال پیش توسط از ما بهتران ساخته شده. نگاه کن شما یه جایی با عقل و منطق با احساسات خودت در میافتی، همچنین که میخوای موفق بشی جلسات دوستان ایرانی و برنامه های تلویزیون ایرانی نمیذاره، شما رو اون ماسک رو میزنه به چشمتون یا اون چیز رو. شما ببینید چقدر قشنگ الان دوستان نگاه کنید، ایشون اقرار کرد که ما از زمان کوروش و لوح کوروش نبوده که حقوق بشر داشتیم. ما 4500 سال پیش ایلامیان، 3500 سال پیش مصریان و اهرام مصر هم ایشون میگه مال 12000 سال پیشه. آخه مگه میشه یه دنیا همینجوری خرد و خر زندگی کنه تا یه کوروشی بیاد؟ اونم داستان کوروش که براتون سر بریدش و عکسش رو فرستادم، اون لوح بشر رو بنویسه. چه لوح بشری که انقل از مردم تا باج و مالیات گرفته که یکی از دلایلی که اسکندر به ایران حمله کرد به غیر از اینکه جبران حمله ایران به یونان بود، دارایی و زرابخانه که نه اون چی بهش میگن، پولای زیاد این ایرانی ها بود، یعنی پادشاه ایران. خب خوشحالیم که حالا برنامه، بله فیثاغورس 2200 سال پیش، خب ایشون رفت 2200 سال پیش در تخت جمشید و تخت جمشید هم مدرسه بود مثل مدارس آلمان، اینا میرفتن درس میخوندن. صحبت از آلمان شد، یه جایی نوشته بود که گوته هم اینجا بوده، بعد زیرش نوشته بود نیشت. آلمانیا، آمریکایی هم این صحبت رو میکنن، میگه مثلا من دیروز رفتم، بعد بلند میگه نه نرفتم دیگه. بعضیا این نه رو اون موقع وصل نمیتونن بکنن به این. میگه که گوته اینجا نشسته بود، حالا اونی هم که دلش خوشه میگه به به من آمدم مثلا کتابخونه یا رستورانی که گوته نشسته، یا شما اگه بری انگلستان بغل همون رودخونه چیزی هست که شکسپیر اینجا بوده، نمیدونم 400 سال پیش اینجا بود. بله میگه که سر بریده کوروش یک نمایشنامه دعوای بین یهودیان و مسیحیان در 200 سال پیش درست شده. نه آقا شما هر چی بخوای میتونی عوض کنی، ولی اینجوری هم نیست. ببینیم این دوست ما همشهری ما از شیراز زیبا چی میگه، آقای رحیم نگهبان. میگه آقا 30000 لوح گلی در تخت جمشید یافته شده است که نحوه ساخت و مزد کارگران بر اساس دانش و تجربهشان پرداخت می شده است. خب ما اینو قبول داریم. اون وقت چند هزار کارگر اونجا بوده؟ شغل اینا چی بوده تو تخت جمشید؟ من و شما که تخت جمشید رفتیم دیدیم چی بوده؟ چه کار می کردن؟ که فقط 30000 لوح گلی حسابداری اینا بوده. خب یکی باید بگی شغلشون چی بوده؟ اگه 30000 تا لوح گلی بوده، چند هزار تا باید سرباز و نمیدونم ارتشی و لشکر و اینها داشته باشه. خونه اینها کجا بوده؟ چجوری از خونه های اینها، از شهرهای اینها هیچ خبری نیست اون دور و بر، اون دشت مرغاب و
پاسارگاد و اینها شما رفتی آقای نگهبان؟ برید یه سفر و با هم صحبت میکنیم. ممنونم. خب آقای اردوان فلا دوست خوبمون هم اینجا هستن، خیلی خوشحالم. خب برگردیم به آلمان و رستوران هانی. رفتیم رستوران هانی و وقتی که خوراک اوردر دادیم، سفارش دادیم، این آقای ایران بمونی به اون دوست و اون صاحب اونجا گفت که خوراک فرهنگی هم بیار. من گفتم حالا لابد به شوخی اینجوری میگه، نون و پنیر و پیازی چیزی هست. بعد دیدم که نه، کتاب آورد. چه کار قشنگی میکنه این رستوران، وقتی شما نشستی اونجا یه دوتا کتاب میارن تا شما منتظری خوراکت آماده بشه، خوراک یخ زده و اینا که بد نمیده که تو مایکروویو داغ کنه بد بده، تا میخوان خوراکو بپزن و آماده کنن شما میشینی کتاب میخونی. بله شما توی فاصله نهار یا شام کتابو تموم نمیکنی، نمیتونی بخونی، ولی کتاب رو میخونی دو سه صفحهشو. بعد اگه دوست داشتی حالا یا از ایشون یا از کتاب فروشی اینها میخرید. از اونجا که اومدیم بیرون گوه آقا ببریم این سوپر شیراز همشهریته، باورتون میشه شما وسط فرانکفورت یه دفعه بری یه جایی. من دبستان پهلوی رفتم. خب همه میگن آقا همه مدرسه یا پهلوی بود یا این بود یا اون بود، ام نده. بله من دبستان پهلوی رفتم، هنرستان محمد رضا شاه رفتم. اگر یکم دیگه مونده بودن لابد بعدا مثلا باید دانشگاه رضا پهلوی میرفتیم. بماند. آقای چمنارا میگه آقا داری من عصبانی میکنی، اگه خواستی من تلفن کن که به سوالات یکی یکی جواب بدم. نه نه نه، امروز بعد از یه هفته از سفر برگشتم، یه کمی هم این هوای کثیف هواپیما بیحال و مریضم کرده و گفتم فقط با آقای فرزاد نیساری، چون از قبل قرار گذاشته بودیم، گفتم اگه بخوان که ایشون هم متاسفانه جواب ندادن، میتونن چند دقیقه ایشون و این بحثای اینجوری باید یه دو ساعت بشینیم با هم کل کل کنیم تا دیگران تشویق و ترغیب بشن، اونا برن دنبالش تحقیق کنن و بیارن بگن آقا اینها خود کوروش برای من نامه نوشت. مثلا این آقای نامجو، آقای بابک هروی میگه طرف بلند شد این همه جشن، بعد رفت اونجا گفت کوروش آسوده بخواب. خب اونم آسوده خوابید، خودش هم که همیشه پا به فرا چندونش آماده بود، تا تحقیب تحقیب میخورد در میرفت. خب آقا دو دستی مملکت داد به این آخوندا، حالا هی ملت میگن اگر نمیدونم ما غیرت داشتیم. آقا مگه دست من و شما بود؟ مگه اختیارش دست من و شما بود؟ این آخوندا رو خانم فرح آقای شاه توی دربار با دل و جان بهشون پول دادن، مساجد براشون درست کردن در سر تا سر ایران، قویشون کردن. من و شما ضعیف، من و شما باید میرفتیم اول دو سال مجانی سربازی تا بعد بتونیم بریم شغل پیدا کنیم. آخوند مفتخور دنبال شغل نمیخواست بگرده، حقوقش میفرستادن تو مدرسهش، نه دانشگاه، مدرسه. این حوزه علمی قم بچه ها از 14-15 سالگی میرن اونجا، هرچی بچه تر بهتر سوار هم میشن اونجا. خب حقوقشون اونجا بهشون میدادن، حقوقشون میدن، مدرسه مسجد هم براشون درست کردن. مسجد ها یعنی چی؟ یعنی پایگاه هایی که شما امروز نداری. شما امروز اگه خواستی یه شبنامه یه خبرنامه رو پخش کنی، تنها جایی که داری فیسبوکه. فیسبوک هم یکی از همین دوستان باز در آلمان میگه آقا یه جایی باز دوباره زلزله اومده، مثل که گفت ما داشتیم برای زلزله کرمانشاه پول جمع میکردیم یا کمک جمع میکردیم، یکی آمد گفت آقا خانم این کارهایی که شما میکنی کمک به آخونداست. گفتم خب بهتر از اینه که شما همش نشستید تو فیسبوک به هم دیگه فوش میدونه خشتک و نمیدونم شلوار همو در میارین. گفته که نه ما نمیدونم هدف هامون خیلی بزرگتر از اینه. گفتم آقا شما برو به هدفت برس. این چه هدف بزرگی که 40 سال الان 20 سال از طریق رادیو تلویزیون با هم در تماسیم، هیچ کدومتون نتونستین 5 نفر رو با هم جمع کنید. هر 5 نفری هم که با هم دوست بودیم سر همین حرفا، حرفای مزخرفی که من میزنم، با هم دعوامون شده. امروز شما اگه من بگی آقا 3 نفر بردار با خودت بیاد این جلسه، من نمیتونم. به هر کدومش زنگ بزنم اون یکی میگه میگم آقا توی مملکت یکی میگه این سوربی رضا پهلوی پولش میده که اینجوری بگه مردم طرفدار رضا پهلوی شه، اون یکی دیگه میگه مجاهدا به این پول میدن، اون یکی دیگه میگه این مزدور آخونداست. گفتم آخه بی شرفا، یکتون یه کاغذ رسمی بدین دست ما، با دومتونم یه مهری بزنید که ما چی هستیم.
این چه مزدوری هستیم که مزدمون دور شده. میدونید خیلی ها به دیر شده میگن دور شده، مزد ما دور شده. خب مزدمونو بدید اقلا، و بابت این مزد ما چه کار میکنیم؟ رفتیم ساندویچ بخوریم در مغازه حسن آقا که داشت میرفت سوئد، احتمالا الان دیگه سوئد. خیلی قشنگ این هیکل مثل آقای فیلاوی پای منقل وایساده بود و کار میکرد و اینها. بعد به من گفت آقا قیافت آشناست، من دیدم تو اینها. گفتیم بله، ما سالها پیش نادان بودیم، بیشتر تو تلویزیون ها بودیم. گفت آره آره. و هنوز شما به آخوندان فوش میدی؟ گفتم آقا دیگه لازم نیست ما فوش بدیم، این همه تلویزیون لس آنجلسی از اولش که واز میشه فوش میده تا آخر. چی کار کردن اینا؟ گفت آره به خدا اینا چی میگن آخه؟ گفتم من چه میدونم، شما که تماشا میکنی. از شروع بود. بله، تکمیل تخت جمشید 450 سال طول کشید، از زمان خشایارشا تا داریوش سوم. رحیم جان خودت بشین، خودت بشین. اون موقع سن میان چی میگن اوریج یا میانگین سن آدم ها 2500 سال پیش چند سال بوده؟ یکی بنویسه برای من. الان تازه شده 60 خورده ایست، یعنی یه نفر نشست یه نقشهی کشید، گو ما این نقشه رو با امید خدا و با توکل حضرت عباس و حضرت زرتشت 450 سال دیگه تموم میکنیم. یا هی داشتن تموم میکردن دیدن نه آقا اشتباه کردن، جنگ شد فلان شد، هی به تعویق افتاد. آقا نمیخونه این مزخرفاتی که به من و شما گفتن، همش میگه دو دوتا 16 تا. بهشون میگیم شما قبول داری دو دوتا 16 تاش؟ میگیم بله. میگیم آقا این دو دلار، اینم دو دلار بگیر، حالا 16 دلار بده به من، 4 دلارت هم ور میداره و فرار میکنه میره. نترسید دستم زدم به هم، نترس. نمیخونه آقا یه ساختمونی 450 سال طول کشیده. خب این ساختمون هدفشون چی بوده؟ وقتی اینا انقدر نمیفهمیدن که 100 سال دیگه 50 سال دیگه اصلا دنیا عوض میشه، یه حکومت دیگه عوض میشه، یه بابای دیگه میاد تو رو داغون میکنه، بچه خودش هم میکشه فلان میکنه، نه این هم نمیخونه عزیزم. ساختان تنجوی هیچگاه به پایان نرسید. خب بیا اینم آقای اکبر اکبری از شیراز میگه ساختمان تخت جمشید هیچگاه به پایان نرسید. حالا ما کجا بودیم؟ آلمان و رستوران هانی رفتیم اونجا. از رستوران هانی اومدیم بیرون و رفتیم دو دهنه مغازه پایین تر، رفتیم سوپرمارکت شیراز. گفتیم ای آقا شما شیرازی هستی؟ گو ها کاکو. آقای هودی که من با هودینیه، کیه این مجیشنه که خیلی کارش چیز بوده، با اون گفتن ای یه فامیلی اینجوری هست، نکنه آمریکایی هستی، نکنه شما شعبده بازی. خلاصه معلوم شد ایشون 4-5 سالی از بنده جوانتره، نمیگیم به هیچ کس، ما نمیگیم کوچیکتره، به هیچ کس نمیگیم بزرگتره فلان اینا. خب خلاصه وایستادیم صحبت کردیم، بچه درواز سعدی و بچه حمام بهارستون و اینا، گفتم یادش به خیر. ما میمدیم توی جوب آب کثیف اونجا شنا میکردیم. حالا باورتون میشه زمان پهلوی استخ، دو تا استخ بود، یکی حافظیه یکی بهداشت، پول نداشتیم بریم توی خیابون گرما، یکی دو تا میرفت اونجا اینجوری تو جوب میخوابید، جلوه آب رو میگرفت. حالا آب چی؟ پر پوست هندونه و نمیدونم آشغال مشغالایی که از اون بالا میمد، یکم این آب بیاد بالا، بعد ماها تو این شنا میکردیم. چه شنا؟ خب اینم از این. میگه که آقای صحبی این کار ساده است، در گوگل همین مطلب را جستجو کنید و یک صفحه تاریخچه تخت جمشید را بخوانید و اینقدر زمین را به آسمان ندوزید، چشم، بعد از این هم تو در نمیابی. میگه ای که 50 رفت و در خوابی، بعد از این هم تو در نمیابی. یکی دیگهش بود میگه ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه را در، یا چند روز را دریابی، هم چیز. حالا به منی یا به آقای اکبری هستی، یا به آقای نگهبان هستی، یا به آقای سهراب چمنارا هستی، یا به بنده خدا آقای فلا هستی که
تازه اومده داره با اون سلام علیک میکنه و درود و احوال پرسی. من هم ممنونم، خوشحالم که شما اینجا هستی و فردا میام سر کار، بعد از کار به شما سر میزنم. دوستان، این آقای فلا سالهاست که این در منطقه ما میشه بگیم که همه رو نمکگیر کرده و نونای بسیار خوشمزهی داره به نام نون مشحسن. اگر یه وقت آمدید ویرجینیا، یادم قدیما اتفاقا اون دوستمون آقای حسیبی حتی از تگزاس که اومد با شما صحبت کرد، مثل که یادم اون وقتا با یو پی اس این ور اون ور هم چی میفرستادین. حالا احتمالا باید آسان‌تر شده باشه. بعضی وقتا دوستان میگن نه دیگه، مثلا الان تو اون منطقه فروشگاه ایرانی و اینها اومده و دیگه صرف نمیکنه برای ما که هم بفرستیم هم پول پست و اینها بدیم، یا صرف نمیکنه برای خریدا. در صورت از فروشگاه مشحسن در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید، که آدم جالبی هم هست. هر وقت برید اونجا بالاخره یک کلکلی، یه بحث و گفتگوی اونجا هست. این کلمه کلکل خوبه بگیم یا بده؟ بار منفی نداشته باشه، خدای نکرده. بله، خلاصه آتیلا هم آمد. این آتیلا یه مدتی با ما دشمن شده بود. خیلی خوشحالم، فکر کنم از همسن پسر من باشه. پسر من 40 سالشه، شما چند سالته آقای آتیلا؟ و بعضی ها وقتی میان، من مثل دوا هستم، دوا رو وقتی میخوری اینجوریه، بعضی ها میگن مثل مشروبه، مشروب وقتی میخوری یکم اینجوری میشه، ولی مشروبی باشی شنگول میشی، مریض باشی دوا رو بخوری حالت خوب میشه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشی. گاهی وقتا میگن این دوا رو تا آخرم باید بخوری، مخصوصا آنتیبیوتیک. الان فصل سرما شروع میشه، یادتون باشه. برگردیم به سوپرمارکت شیراز. در کجا؟ در فرانکفورت. آقای هودی، کارتش هم گرفتم ولی نمیدونم کجا گذاشتم، اینقدر کارت و این چیزا دارم. اولی که میرم مسافرت، دیدی روز اول یکی کارت میده میذاری اینجا، روز دوم میذاری اینجا، بعد میگی زیاد، حالا میذاری تو هتل، بعد اونا رو میذاری تو کاغذ، میذاری تو کیف و اینها. وقتی برمیگردی میبینی اوه چی شد. من متولد میدونی اول فکر کردم نوشتی 1956، میخواستم بگم آقا ما همسنیم، ولی شما 1356 هستی، پسر من 1357. یه سال شما بزرگتر از پسر من هستی. حالا من با تاریخ چیز اشتباه کردم. خب آقای آتیلا، شما که اهل مطالعه هم هستی، یه کمی درباره این تخت جمشید و لوحه کوروش و این حقوق و اینها ببین. حالا شاید تو این لوحه تونستی یه دوتا میخ رو جابجا کنی، یه دفعه اسم سربی و حقوق و بازنشستگی ما هم اونجا پیدا بشه. یادم سال 2005، بعد از 20 سال، بعد از 21 سال رفتم ایران، بعد اون دوست و همکارام گفتن آقا شما میتونی بیای الان بازخرید بشی، حقوق بگیری. گفتم آقا ما اصلا نمیخوام تو این اداره برم، نمیخوام اینا رو ببینم، ولم کن آقا، حالا میخوان مای چند میان بدن. من که دبیر بودم مای 4000 تومن اون موقع میگرفتم، حالا این میخواد پول چند بشه، به دلار چند میشه، ولش کن، نخواست. بعضی وقتا بهتر اعصاب خود خراب نکنی. در اصل اینم از خب خوشحالم از اینکه شماها اینجا هستید، ولی من بگید چند تاتون این برنامه رو شیر میکنین با دوستاتون؟ دو حالت داره، یا خجالت میکشید برنامه منو نگاه میکنین، مثل آدم های معتادی که میگن ما معتاد نیستیم، خب پس به خودتون دروغ میگید، یا اینکه تنبلید و یک کلیک زدن و شیر کردن رو انجام نمیدید، یا میگید آقا این طلای نابی که من گیر آوردم، این سربی که تخم طلا میذاره، من میخوام فقط برای خودم نگه دارم. نمیدونم والا، به من بگید چیه. یه دفعه از دوستان پرسیدم آقا دلیلی که حمایت نمیکنید چیه؟ اینی که یه نفر میاد دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میشینه سر یه ساعت معینی، سالهای سال برنامه میذاره، ولی شما حمایت نمیکنید چیه؟ تنها یه خانم طنازی گفت آقا برای که من مفت خورم، دیگران ننوشتن بمانه. البته ما هم دیدیم آقا دارن به زبان و بی زبانی به اون میگن آقا مگه ما بهت گفتیم تلویزیون باز کن، تا هم برو کار کن. من میریم کار میکنم، همین فردا از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر باز بچه های جان هاپکینز رو داریم میبریم. باورتون میشه جایی که توالت این واشنگتن میاد اونجا یک بوی گندی میده؟ رفتی؟ حال نمیدونیم به این دوستون بگیم آقای فلا، همون مشخصنی که میشناسیم بگیم. یه دفعه گفتیم ناراحت شد، ما گفتیم خب نمیگیم آقا، وقتی ناراحت میشه نمیگیم. ولی من حالا اسمم عوض کردم، هر کی گفت پارسا، گفت نگفت، نگفت مهم نیست. یه فیلمی بود به نام
show me the money، میگه call me shit show me the money. در اصل نمیدونم رفتی از اون ورا طرفای این کازینو و اینها یک بوی گندی، نزدیک یه چیز ارتشی هم هست اونجا میاد، و جالب اینه که اسمش هم گذاشتن something blue. یه طرحی بوده، دیدید این طرحایی که قرار گرین باشه سبز باشه و اینها، این یکی قرار بلو باشه چون رنگ آب دیگه، آب بلو، ولی یک بوی گندی میاد و اینها نتونستن درستش کنن. ولی آمریکا این کارو میکنه، بچه ها رو از دانشگاه برمیداره میبره پروژه، از مدرسه از کودکستان برمیدارن، بهش میگن فیلد تریپ، میبرن مسافرت های فیلد یعنی بیرون و منطقه بودن، میبرن اونجا و اینا هستن که یه دفعه میره اونجا، طرف به خودش میگه آقا اینا چندین سال دارن این کار اشتباه رو انجام میدن، یه پروژه یه تر میاد همه چی رو انجام میده. من فردا از 9 تا 1 اونجا هستم. برای آشنایی با لوح کوروش این را ببینید. آقا هست نوشتن شما، من برات ماجرا رو گفتم یه روز، این حقای احمق که خیلی ها فکر میکنن من آوردمش تو تلویزیون، البته من نیاوردمش، این بار دوم آمد به من کلک زد، گفت من فارسی نمیدانم، من 18 تا زبان میدانم، یک زبانم بلد نیست، نه بنویسه نه بخونه. بعد که آوردیمش داور گفت این همین فتولای مشنگ، گفتیم فتولای مشنگ کیه؟ گفت همین یزدی خودمون. اون موقع ابراهیم یزدی هم تو شهر بود، خونه آقای برقعی و مهمون کانون بود. گفتم نه آقا اون یزدی نه. گفت آقا میدونم اینی که دوست آقای منوچهر گنجیه. گفتم والا من که اینا رو نمیشناسم، حالا چیه؟ گفت آقا این دیوانه است فلان، ولی بیارش میخندیم ازش. حالا آقای فلا میدونه این داور، گفت بیارش ازش میخندیم. ما آوردیم گفتیم خب آقا بیا بشین حرف بزن. دیدیم آقا وسط برنامه یه خانمی زنگ میزنه میگه من خونریزی دارم. این به همه میگه خب دوستان امشب هممون بریم میان پای این خانم خونریزیش خوب بشه. اونا گذاشته بودن سر کار، این احمق هم مینشست خودش میداد دست اینو. بعد من به داور گفتم آقا من اصلا نمیخوام، من اصلا نمیفهمم این چی میگه، نمیخوام بغل دست این باشه. خلاصه برنامه خودمون، اونم رفت که چقدرم معروف شد، میخواست بیاد نجاتتون بده، میخواست آخونده رو نمیدونم زیر رو کنه و پاسدارا رو سیبیلاشون و ریشاشون رو بزنه و ماتیک سرخاب کنن، و همه برای این میدون شهیاد موکت قرمز یا قالی قرمز بذارن. این با 50 تا هواپیما بینید چه ملتی هستیم که یک آدم مشنگ میتونه بیاد اینجوری ما رو سر کار بذاره. 50 تا هواپیما یه بدبخت آژانس مسافرتی رو آورده بود، اون که نمیفهمید چی میگه، یکی زنگ میزد کی میرین، این میگه که آقا میگن ما میتونیم هواپیما بیان، اون مردم میگفت بله، حالا فکر کرده بود میخوان مثلا برن لاس وگاس یا آتلانتیک سیتی، خب 4 تا هواپیما. اینجا هر روز همین خبرها هست، شما شنبه صبح بیا تو واشنگتن، از اینجا تا اونجا اتوبوس ها وایستادن 300 تا رو از اینجا میبرن اون قمارخونه، 400 تا رو از اینجا میبرن اون موزه، اون یکی میبرن موزه انجیل و اینها. این بدبخت خدازده آمده بود، بعد طرف میگه آقا این رفته نمیدونم از نیروی هوایی آدم آورده هواپیما میخوان بهش بدن. میگم آقا نیروی هوایی هواپیما میده مسافرکشی؟ به خدا دیوونه شده بودیم، دیوونه هستیم، هنوزم داریم ادامه میدیم. چه کار کنیم؟ این بحثا رو آقا ول کنیم، بیان آهنگای درخواستی بذاریم، زنگ بزنیم سوربی من میخوام آهنگ دوست دارم و برام بذاری. بعد تو ایران تو شیراز اینجوری بود، طرف زنگ میزد میگه شهین مهین پهین پهین فلان بیسان محبوب، هر چی اسم بود مینوشت یا اسم همکلاسیاشو میگفت، بعد اونی که میخوند من نمیدونم متوجه نمیشد، اصلا امکان نداره این انقدر اسم دوست یه نفر باشن یا فامیل یک باشن، ولی خوشحال بود یکی یه نامه ای فرستاده. حالا شما ببین اون زمان چقدر خریدن این رکورد یا صفحه‌های گرامافون 3 تومن بود، خیلی گران بود خداییش، وقتی حقوق معلم ها 300-400 تومن بود و این صفحه ها 3 تومن خیلی گران بود. اگرم بد میذاشتیش سوزن میخورد، خط برمیداشت شکستنی بود میشکست اینا. و طرف نامه مینوشت به رادیو تلویزیون، رادیو تلویزیون نامه رو واج میکرد، خب و حالا آهنگ من علی علی گویم با صدای هایده برای حسن حسین تقی نقی امام علی امام علی فلان، همینجوری میخوند و بهتر از الان بود. الان این همه برنامه تلویزیونی جنبش سازمان اپوزیسیون
نگاه کردید به من اسم چهار نفر رو بدید که شما بهش اطمینان دارید، که بهش اطمینان دارید $1000 بدید دستش، اگر رفتید 3 روز مسافرت این $1000 رو بر که میگردید نخوره. بگید دیگه اسامی بنویسید. آقای آریانپور دیروز یه چیز نوشته بود، نوشته بود آقا اینقدر که طرف میگه انسانم آرزوست، یه لیست بردارید اسامی دوستانتون رو بنویسید، معایبی که این دوستان دارن بنویسید، بعد ببینم شما هم با این دوست هنوز این دوست رو دوست دارید یا انسانم آرزوست. من نوشتم والا ما بدونی که اسم بنویسیم اینها فهمیدیم که حیوانم آرزوست، اونی که گفته من از دیو و دد خموشم و انسانم آرزوست منظورش این انسانه، منظورش منم؟ فکر نمی کن. خب چقدر شعر کنم؟ آقا راست میگه، خدایش مانی خورسندی هر روز شعر کرده، منم تا اونجایی که ببینم ازت تشکر میکنم. شما درست میگی؟ ممنونم. آقا حرف درست میزنه دیگه، خیلی قشنگ آدم باید بگی متاسفم اشتباه کردم معذرت میخوام، شما حق داری. چقدر راحت میشه، پیرنم کج شد کراواتم از یقم افتاد، نه از اون چیزی کم نمیشه، اشتباه میکنیم بگیم اشتباه کردیم. خب و اما دوستان بهایی تهدید به حذف فیزیکی، باورتون میشه این دوستان خوب ما بهایی ها که اینقدر خوبن، هر روز هر هفته یه بار کلاس اخلاق میرن، ویدیوهای آقای حسن ارشاد رو نگاه کنید، ایشون رو تهدید کردن حذف فیزیکی. حالا حذف فیزیکی این که به دوستاشون گفتودن حق ندارید ویدیوهای اینو تماشا کنید، از اون برم آقای معین عطا معینی صاحب تلویزیون نیست که، صاحب جی ال ویز هم یه باکس، یه حقیقتا یه نوع کلاشیه، یه باکس انقدی میرفتن چینا میخریدن $8 شاید $8 $5، بعد میمدن حاصل و حاصل کار من، کار تحقیق، کار نقدی، کار سکویی، کار بهبهانی، کار عطابکی، اینا رو میذارن تو این باکس به شما میفروشن، اون وقت تازه به غیر از اینکه $190 $200 اول میگیرن، ماهیانه ازتون پول میگیرن، هر از چند مدتی هم یه چیزشو اینجوری میکنن، میگن اون دیگه کار نمیکنه یه جدید بخر. حالا اینو داشته باش، این آقای بهایی به من تماس گرفت سر دو تا موضوع، یکی نیلوفر، آقای فلان نیلوفر یادته تو برنامه داور میمد و اینا، یکی همین آقای ارشاد، که آقا اینا چون حرفایی که میزنن دوستان بهایی ناراحت میشن، شما اول فیلم رو تهیه کن برای ما بفرست، ما وقتی که اوکی کردیم شما نشون بده. گفتم شما وقتی میگی ما منظورت کیه؟ گو اساتید بهایی. گفتم والا اینجا مثلا وقتی یکی دانشگاه هست بهش میگن استاد، این طرف پروفسور، کتاب نوشته، به قول معروف چی میگن، یک مقام و جایگاهی داره، شما اینا کی هم؟ گو نه دیگه، اینایی که راجع به دین بهایی میدونن. گفتم خب چی میگه مثلا اگه خانم نیلوفر میگه این ساختمون آقای امانت ساخته و به دلیل اینکه بهاییه بدونی که به شاه و به دیگران گفته باشه آمده 9 تا پنجره گذاشته توش، برید ببینید این میدون شهیاد 9 تا چیز داره، پایه و اساسش بر اساس دین بهاییت، تقویم بهاییت اینا نوشته شده، بهایی گذاری شده. این طرف کاری کرده درست نبوده، مثل این میمونه که مثلا من شما بهم بگی خونه بساز برام، بگم خونه میسازم ولی چقدر خوبه بالاش دو تا چیز اینجوری بسازم، ولی بهت نگم که این مناره است، شکل مسجد، فردا هر کی از اینجا رد میشه میگه آقا این خونه فلانی مسلمونه. این آقا سوء استفاده کرده از نادانی شاه و اطرافیانش و میدون شهیاد به اون صورت ساخته، که الان هم سنگ و منگاش خرابه، مثل که آب میره زیر، درست نکردن دیگه، نگهداری نکرد. بمانه میگه من یک بار شعر کردم، هر کس اومد دعواتون شد و بعدش هم یقه منو گرفت. این اکبری حاضر جواب ها. خب میگه جناب سوربی، امیدوارم که همواره شاد در زندگیت باشه، همیشه به نیکی از شما یاد میکنم که باعث شدید چهره پلید فرقه رجوی را بشناسم. من دورگه قشقایی لور هستم و به جرأت
قسم میخورم در تمام این دو قوم هیچ کس هوادار فرقه رجوی نیست. سپاسگزارم که با ویدیوهای روشنساز باعث میشوید جوانان را از راه بیراه نکنند، راه را از بیراه بشناسند. درود بر شما همشهری گرامی. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان، من هفته پیش که آلمان بودم یه مصاحبه از اونجا انجام دادم که اصلا راضی نبودم، چون وسایلشون درست نشد و نتونستیم و مجبور شدیم با تلفن، با فیسبوک. و اتفاقا گفتم الان اولین کسی که اعتراض میکنه آقای سبا تبار، میگه سوربی تو همیشه من گفتی آقا تلفنتو اینجوری نگی، تلفن اینجوری بگی، چشممون اینجوریه، تلویزیون اینجوریه، شیشه ماشین اینجوریه، زندگی اینجوریه، حالا خودت رفتی نشستی والا بلا اونجا گذاشتیم، اولم درست بود اینجوری، همچنین که خواستیم ضبط کنیم برعکس میشه دیگه، ما هم خسته و اینها. و اون دوستمونم گفت آقا عیب نداره همینجوری بذارو. مصاحبه کردیم دو تا، یکی با آقای شکری، غلامرضا شکری، اشتباه نمیگم، فکر نکنید شکریه، من اولا فکر کردم ایشون فامیلی شکریه، گفت نه من شکریه، فامیلاشون تو کار شکر و اینها بودن، نه این آخوندهایی که شکر میدوزن، نه اون شکری که کی بود میگفت من کشتیای شکر داره رو آب میره، زاکری میگفت من مأمور مخفی بودم، اونم در شوهر خواهر رفسنجانی بودم و اینها. خلاصه این فامیل شکری بوده، مثل من سربی بودم به دلیل اینکه پدر بزرگ و نمیدونم فامیلامون بولت یا گلوله و ساچما و اینا میساختن توی بازار، اینم فامیل شکریه و غلامرضا شکری، با ایشون مصاحبه کردیم و با آقای احمدیان اگه اشتباه نکنم یادم، بله دیگه کم کم به فراموشی داریم نزدیک میشیم. گفت هفسایمر، آلسایمر نگرفتیم، فعلا نصف. خب رفتیم رستوران کجا؟ هانی. از رستوران هانی آمدیم رفتیم فروشگاه شیراز و همه گفتن آقا این فروشگاه از ساعت 9 صبح تا 11 شب بازه، بعض وقتا 11 شب هم نمیره خونه، همینجور باز بازه تا موقعی که مشتری میاد. یه آدم شیرازی باحال اونجا و گفت که شما کجا بودی؟ کجا بودی؟ اینا گفتیم درواز سعدی اینا بودن، منم در شیخ یا در شیخ ما اونجا بودیم. و بعد معلوم شد باورتون میشه این از درواز سعدی میمده تو کوچه قوام، منم از در شیخ میمدم تو کوچه قوام، مدرسه پهلوی اونجا میرفتیم. حالا ممکنه سالی که اون میمده من اونجا نبودم، ولی دوتامون یادمون بود یه خونه قدیمی زشتی رو اجاره کرده بودن، یک دالون یا راهرو درازی داشت تاریک و میرفتیم. اسم این مدرسه پهلوی بود که اگر باز اینا دانا بودن، عاقل بودن، باید خجالت میکشیدن که اصلا اسم پهلوی رو این مدرسه بذارن. آقا یه جای چهار تا آجر بذارین رو هم، اینایی که این همه زمین و امین و اینا رو خوردن، از اوقاف یه زمینی بگیرید، یه نفر پول بده، رجب علی صرافو بگیر، چهار تای دیگه رو بگیر، دو تا مدرسه خوشگل بساز. این چیه که من در جشن های 2500 ساله میخوام 2500 تا مدرسه بسازم؟ یعنی چی دوستان؟ یعنی ما 2500 تا مدرسه کم داشتیم، اگه بیشتر لازم نبوده، حالا فعلا برای که عددش با 2500 و هیچ وقت ساخته شد این مدارس. بابا از دوستاتون که سپاه دانش بودن بپرسید آقا تو کجا میرفتی درس میدی؟ میگه آقا پشت نمیدونم گلدونی کت خدا، به من گفتن اینجا بشین تابلو بذارن. حالا عکس میذاریم که این آخوندا پدر سوختا مدرسه نساختن. آقا این که نیومده برای آبادانی، این اومده برای خرابی. از اینی که خودش هم گفته ما آمدیم برای خرابی، انتظار داریم برامون بسازه. از اونی که میگیم پادشاهان ایران ساز، نپرسیدیم آقا چرا چهار تا مدرسه نساختی، چرا رفتی جزیره خریدی نمیدونم فرانسه و این ور اون ور. برید بخونید اینا رو، داریوش و کوروش رو ول کن، اونا شاه گفت بخواب که ما بیداریم، خوابیدن. ولی برو ببین آقا تو رفتی اونجا، خب میرفتی آقا بوشهر یه قصری میساختی، دوربر قصرت هم اینایی که اونجا کار میکردن، یکیش میومد نمیدونم کارگری میکرد، بعد برادرش اونجا آباد میشد. از این آقای اکبری سوال کنی، شما 3 ساعت همون موقع با اون جاده بعد 4 ساعت میروندی میرفتی بوشه، گرمترین هوا و شرجیترین هوا بود، 3 ساعت میمدی اینجا میرفتی اسکی یا سوج. خب همه چی داشتیم، چرا استفاده نکردید؟ خاک برسه هر کدومتون، فقط عشقتون، پوزتون این بود که من امسال کریسمس
رفتم آلمان، رفتم اشتوتگارت، رفتم سئوندا. چی خریدم؟ نمیگفت به اونا من عمدن بعد از ویناختن میرم که بلیت که ارزونه هیچی، هیچ انسانی در خیابون پیدا نمیشه از سرما، هیچی، همه این آشغالا ارزون شده برای که نریزن دور، میدن بنجلاره به ما که بیاریم ایران و ما میاریم پوز میدیم. آقا بزرگترین افتخارش این بود که نمیگفت رفتم فلان رشته درس خوندم اومدم خدمت کنم، میگفت وقتی داشتم میمدم یه بنزم آوردم با خودم، یه بنز قراضه از آلمانیا میخرید میمد اونجا، نمرش هم دور نمینداخت، این نمره رو زیر نمره ایرانی همینجور نگه میداشت، نمره اونا درازه، نمره ما ایرانی ها اینقدر بود، نگه میداشت. یه مشتی هم از این استیکرای علامت دیدی نمیدونه جی دی فلان اینا رو هم دست نمیزدن. آقا طرف تلویزیون رنگی خریده بود، تا سالها این استیکری که روی صفحش هست که شما وقتی پشت ویترینه ببینی که مثلا این دیدی بودی تبلیغ ها، این تلویزیون 4 تا رنگ و قاطی میکنه، این یکی 7 تا رنگ و قاطی میکنه، این سوپر فلان، استیکره رو نمیکند از رو صفحه تلویزیون. اون وقت این ملت میشینه افتخار میکنه که ما قانون سازمان ملل و حقوق بشر رو ما نوشتیم. بعد خودش هم اینجا اذعان میکنه که آقا من 4500 سال پیشتر اون بوده، اون یکی 12000 سال بوده، اون یکی 3000 سال بوده. بله از من بگوی شاه رعیت نواز را منت منه که ملک خود آباد میکنی. من این شعره رو قبلا شنیدم ولی یادم نیست مال کیه. از من بگوی شاه رعیت نواز را، خب مملکت را جان من آزاد کن نه آباد، زان که آبادش کند آزادی از آزادی از آبادانی است. خب شعر و اینا هم خوبه. این داور میگو من از این شاعرها خیلی بدم میاد، بیکارترین آدمای به اصطلاح مملکتن، از بیکاری میشینن، میگه حالا نقاشه اقلا میره یه بومی میخره، یه پارچه میخره، 4 تا میخ اینو صاف میزنه به این، 2 تا رنگ میخره، میشینه میکشه اینا، و اگه کشید بد شد دوباره باید بره یکی دیگه چیکنه. شاعر قشنگی کاغذ رو مینویسه، اگه قافیه تنگ شد و اینا این میندازه دور دوباره مینویسه، یعنی هیچ کاری به اون صورت نداره. کجا بودیم؟ سوپرمارکت آقای هودی. من فامیلی هودی رو نشنیده بودم ولی این اکبری یک جونوری همه چیز میدونه. ببینم تو داشتی هم کلاسی که فامیلیش هودی باشه. هود اینجا به کلا میگن، کاپوت ماشین هم میگن هود، هر چیزی که سرپوش باشه میگه هودشو بذار یا اینجوریه، ولی نشنیده بودم تا حالا. خب برگردیم، بعدش اومدیم خلاصه فهمیدیم با ایشون هم کلاس هستیم، یه بستنی زعفرانی خوردیم و یه چند تا نوشیدنی هم گرفتیم از این نوشیدنی‌های خوب، نمیدونم بس که میگفتن مال کشورهای عربیه، اینا وقتی میوه ها تازه هستن آب میوه و میوه رو خورد خورد میکنن تو این نگه میدارن و میمونه برای همه سال، میتونن استفاده کنن، خیلی خوشمزی. میگه اولی از سعدی، دومی از شهریار بود. آقای چمنارا این حقیقت داره که آقای شهریار معتاد بوده، چون یه عکسی ازش هست و یه دوستی نوشته بود که ای مرگ بر این اعتیاد یا ننگ بر این اعتیاد که حتی به اصطلاح دانشمندا و آدمای آگاه مملکت رو هم به اصطلاح به این روز انداخته بود. بله میگه آقای سربی نمیدانم به کدام ساز شما باید رقصید، خودت گویی و خودت میخندی. آقا شما بشین نرقص فعلا تا من همه رو که گفتم، شما بعدا تو برنامه بشین استفاده کن و جواب بده، اینجوری شاید 4 تا از بیننده شما آمدن و مایل شدن ببینن آقا این سربی کیه که اینقدر مزخرف میگه، چون آخه مزخرف هم یه حدی داره. البته گفتن بلاحت از ابله میاد، بلاحت و حرف مفت زدن هیچ حدی براش قائل نیستن. دوستان من یه سوالی میکنم تا آخر برنامه امروز، یعنی تا 33 دقیقه دیگه، چون امروز 3:30 باید برم، این تلفن اگه زنگ زد دوستمون گفت بیا بریم مریلند من باید برم. خب از شما میپرسم که چرا میگن ما 2 گروه یا 2 دسته آدم ها یا انسان های احمق داریم؟
چجوری اینا رو دستبندی میکنن. پس شد چی؟ پرسش امروز. چرا دو گروه احمق داریم؟ اینو بنویسید، آخر برنامه براتون میدم. اوکی، دو تا ویدیو گذاشتم روی فیسبوک، برید نگاه کن. یکیش مال یک قاضی دادگاز. خب این آمریکا اگه تونسته این 200 چند سال، 240 سال، 50 سال دوام بیاره با این همه کثافت کاری که از پیدایشش تا امروز شده، همین کودتای بولیویا، حالا میگن کودتا نبوده، با فشار ارتشیان خودش رفته، آقا به این میگن کودتا، و بعدم رفته تو خیابون خوابیده، حالا دیگه اونم خودش لوس کرده. البته میدونید که این آقای چیز میگن که ایندیجینس به آدمای بومی میگن، الان دیگه اینجا هم نمیگن، میگن نگین سرخ پوست، نگین نیتیو، نگین بومی، بگین ایندیجینس. اوکی، گفت تموش. این بوده. بعدم بلند شده رفته مکزیک، مکزیک هم کنار خیابون خوابیده، عکس خودش فرستاده که من هوملسم. خب یکی بهش بگه همینم از حماقتته. اگه تو مکزیک هواپیما داد و اجازه داد بری بشینی اونجا و هیچ کسی به تو یه خونه یا اتاق نمیده، خب آقا بیبر مثلا ول کو، بر دنبال یه کاری، هر جا تو بری کار بکنی، توی مغازه کار کنی، بگی من خونه ندارم، یک شب همینجا بخواب. تازه اینجوری ممکنه نیم ساعتم روز بیشتر بهت حقوق بده، چون صبح زود میرسی. دروغ میگن، اینا دروغ میگن. و اون که ول کرده اینجوری رفت، حالا ونزوئلا با دوباره ترس افتاده تو جونش و گفته که من به افراد شبه نظامی، این افراد شبه نظامی یعنی نظامی هایی هستن که در لباس شخصی هستن، دستور میده که میون جامعه باشی. بود دستوری که خمینی داد، بیاین افراد خانوادتون رو معرفی کنید اگه حرف بالا و پایین زدن و فلان و بسار اینا. این الان تو ونزوئلا هم چیز گفت، میگه آقای چمنارا، ما نه با منشور کوروش، نه با حقوق قانون و حقوق بشر آدم نشدیم، هنوز از دنیا عقبیم. آی گفتم بهتون، این معنی هم نوشتهای خوبی داره، هم تو برنامه‌های تلویزیونی حرف که میزنه حرفاش جالبه و شاعرم هست، گاهی وقتی دیدم شعرهای ایتالیا میخونه یا شعرهای دیگران ها یه تغییری توش میده. و میگه دیگه، میگه آقا خب به قول شما، اصلا آقا ما قبول داریم حقوق بشر مال ما بود، کی بود ما این حقوق بشر انداختیم و دیوانه شدیم؟ ها دیروز تو فرودگاه آلمان، اولا تنها جایی بود، آقای اکبری خیلی پوز ندیا، تنها جایی بود که من این تلفن دیگه، حالا بلیتا تو تلفنه، تلفن رو نشون دادم، بوردینگ پس که دید خانمه، گو او time has been changed, new time 12:10. گفتم یعنی چی؟ گفت this is winter time. یادتونه تو ایران تا 6 ماه بعد از اینکه وقت عوض شده بود میگفت وقت جدید، وقت قدیم. گفتم من منظورت چیه؟ What do you mean؟ گفتم اینجا که نوشته 11:10 الان هم مثلا 8 صبح. گو یا خب چه احتیاج داری تو من وقت قدیم وقت جدید بگی؟ تنها جایی که من دیدم یه نفر حرف از وقت قدیم و جدید توی فرانکفورت، خانمی که وایساده بود برای یونایتد قبل از اینکه بری، آقا یه عده رو واداشتن همینجا، اینجا وقتی پیاده شدم اومدم اینجا نوشته یو اس سیتیزن، اینجا نوشته ویزیتور. خب هر کسی دو تا مملکت رفته باشه بلده، اونایی هم که نرفتن دیگه بلده. یا تو آلمان که میای اینجا تابلو زده برای اونایی که ویزاهای چیز دارن، به اصطلاح پاسپورتای اروپایی دارن، اینجا برای ما یتیما. دو نفر وایسادن، کی؟ از این آفریقایی ها. کارهای علکی، کارهای بی خودی، یه حقوق روز 8 ساعتی 8 دلاری به این بدبخت بدن، اینم دلش خوش باشه از آفریقا اومده اینجا برای دولت کار میکنه. هی که ما میایم میگه یو اس سیتیزن، میگه بله، میگه برو اون. یعنی حالا اگه این نبود کارهای فرودگاه و اینا میخوابید. خلاصه تنها چیزی که بود اون خانم بود، اونم چی؟ یک قوطی گذاشته بود. خندم گرفت، مثل اینایی که بلیت بخت آزمایی میفروختن، دو تا قوطی چوبی مال میدون رو وارو نمی‌کردن، یه کاغذی می‌ستن روش قشنگ باشه، بلیتاشون اینجوری پخش می‌کردن، چک یور داکیومنت. میگم خانم تو حالا 5 نفر پاسپورت و بلیت منو نگاه کردن تا رسیدم اینجا، حالا دیگه تو کی هستی؟ اونم کسی که میگه به وقت جدید پرواز می‌کنی یا به وقت قدیم؟ خواستم بگم اگه میشه من با وقت قدیم پرواز
فکر سال 2020 باشی. این آقای سوربیس که با مطرح کردن کوروش من را سر کار میذاره. شما بعدت نمیاد دیگه، بالاخره یک بحث و تاپیکی پیدا میکنی در مورد صحبت کنی. همونجور که بهتون گفتم وقتی ما این عکس رو گرفتیم و برای یکی از دوستامون در آلمان فرستادیم، گفت خب شما انشتین رو دوست داری؟ گفتم مگر کسی هم هست که دوست نداشته باشه؟ گفت بله، اونایی که این نوشته هاشون و قوانین نمیدونم ریاضی و فیزیک و اینا رو ازشون دزدیده، اونا از این بدشون میاد. خب از فروشگاه هانی رفتیم رستوران، از رستوران هانی رفتیم. یه هانی بود فلکه گاز، کشتیگیر بود و آقای فرخیان هم دوستش بود و اون یه جورایی هم اتفاقا به داداش من گفته بود بیا شریک شو، چون داداش من تو پتروشیمی بود. بعد تو ایران اینجوری بود، آدم های بدبختی هستیم ما، همینجا هم همینجوری، هر کی پول میسازه میره خودشو درگیری یه شغل دیگه میکنه، اون به جایی که آزاد باشه خوش باشه میره پول اضافیشو اونجا خراب میکنه. و داداش ما میخواست بره توی این کار شریک رستوران بشه، یعنی روزا برای شرکت نفت کار کنه، اصرا هم بیاد اونجا. گفتیم بابا برو تو خدا عقلت بده، که دیگه بعد آمد آمریکا و اینا و بماند. رستوران هانی فلکه گاز بود. بعد راجع به ادیسون و انشتین اینا هم برید تحقیق کنید. و آمدیم و یه روز هم ما رفتیم رستوران زعفران در ویسبادن. ویسبادن یه ماجرای جالبی داره. 4 سال پیش باز وقتی من آلمان بودم، ما به چند تا از دوستامون که سالها اینا رو میشناسیم، یکیش خوزستانی آقای خادمی، همسرش آلمانی خانم توماس، دوستمون آمریکایی خانم وبه، اینا گفتیم که بیان امروز بریم ماینز و بریم ویسبادن. گفتن باشه. باز اون سال من ماشین کرایه‌ای داشتم بزرگ، 7 نفر جا میگرفت و سوار شدیم و رفتیم گشتیم و این کلیسا و اون کلیسا. و نهار که شد گفتیم ای بزنیم ببینیم پرژن فود اینجا چیه. زدیم و دیدیم نشته رستوران زعفران، ولی خب ساعت 3:30 بود، اینا بود دیگه، موقع نهار نیست. گفتیم وا زنگ بزنیم ببینیم بازه. بس تو آلمان وقتا بعضی وقتا مانده میگه روح تا تعطیل بود، الان دیدم دیگه خبری از اون نیست. اون وقتا شنبه ها میبست، فقط لانگزامشتاگ بود. الان گفتن نه آقا دیگه همه شنبه ها بازن، تازه صحبت از اینه که یک شنبه ها باز کنه. خلاصه ما زنگ زدیم، شاید هم اگه زنگ نمیزدیم بهتر بود. زنگ زدیم گفتن گفتیم شما بازین؟ گفتن بله. رفتیم ماشین پارک کردیم. میدونه اونایی که رستوران زعفرانو میدونن این خیابون هست، اون برش یه پارکینگ چند طبقه ای، پارک کردن و از این آسانسور آمدن پایین و اینا کار حضرت فیله. آمدیم بعد گفتیم که خب گو نه دیگه، ما بسیم میخوایم بریم بچه‌مون رو از مدرسه بیاریم. این بار که ما رفتیم بغل یه مدرسه‌ای بودن به نام فردریک سامتینگ، ماشین رو پارک کردم. گفتم ای بذار ببینم با، چون میدونستم مرکز شهر ویسبادن هستم، گفتم بذار ببینم با رستوران زعفران چقدر فاصله داریم. زدم دیدم نوشته 1 دقیقه، 1 دقیقه. نقشه نگاه کردم گفت اینجوری باید بری اینجوری بیای. نگاه کردم دیدم این اینجوری میتونم برم، برای که ورود ممنوعه. و من با ماشین رو پارک کردم، پیاده رفتم، همون 1 دقیقه واقعا شد و رسیدیم اونجا. یک خانم بسیار مهربان، یک آقای خوب پذیرایی کردن و ما نهار خوردیم و داستانم بهشون گفتیم. و این بنده خدا هی میگفتن شرمنده، گفتم آقا شما نبودید که. بعد بالاخره هر کسی یه ساعت کار داره، ولی خب بعضی وقتا برای مهمون برای غریبه و اینها یه استثنایی هم قائل میشن. البته ما ایرانی ها اگه بخوام استثنا قائل بشیم، این میگه من غریبم استثنا، اون میگه من خودی هم استثنا، این میگه من فامیلم استثنا و الی آخر. رستوران زعفران در ویسبادن اگه رفتید حتما برید و بهشون هم بگید که تلویزیون مردم، والا نه تبلیغی نه پولی، فقط آدم وقتی میره یه جا خب بیاد برای دوستانش هم تعریف کنه. و اما از ماشینی براتون بگم که کرایه کرده بودم، بدونم رستوران زعفران هم یه جایی عکس چیزش انداخته بودم. اینجا میگن stained glass، خود کلمه stain یعنی لکه، ولی وقتی نقاشی های رنگی تو شیراز خیلی معروفه، با شیشه اونجا نقاشی نمی‌کردن، شیشه های رنگی استفاده می‌کردن، چند تا دلیل داشته برای نور و گرما و اینا، خیلی هم خوب کار می‌کرده. ولی اینا کلیساها اگه نگاه کنید این کار انجام میده و جای دیگه هم چیزای خیلی قشنگی هست. صدام یه دفعه گرفت، گفتم تو که بی حالو.
مریض نیستم. فکر کنن این هوای هواپیما واقعا اینا اون ساعاتی رو که باید وایسه تا هواش تمیز کنن بره، به هواپیما وقت کافی نمیدن که دیدین تا میرسین یه لوله های بهش وصل میکنن، این قرار اکسیژن و هوای خوب و بفرسته اونجا، این کار رو نمیکنن. خب بذارید من ببینم. نه خیر تو اینم نیست. خب اب نداره، خودتون برید نگاه کنید. رستوران زعفران در ویسباده، سوپر شیراز، همشهری، هم مدرسه ای، آقای هودی رو هم گفتم، خیلی آدم کولیه. خب دوستان شما این آی کلاود میدونید چیه؟ چند سال پیش وقتی ما از اون تلفن‌های معمولی آمدیم سراغ تلفن اسمارت فون، وقتی شما تلفن اسمارت میگیری یعنی خودت به همه دنیا و اول به خودت اقرار میکنی که آقا من آدم احمقیم، احتیاج دارم که این تلفن از من باهوشتر باشه. خب گرفتیم، هر عکسی گرفتیم گفت میخوای آی کلاود؟ گفتیم آی کلاود چیه؟ یادتون وقتا هم گفتن آی با کلا آی بی کلا؟ گفت این یک انباریه تو حواس، توی ابراز. یادتون به بچه ها کلک میزدن گفتن تو ابرا قایم شده چیه این؟ آقا 5 گیگابایت مجانی بهت میدن. ما هم تا گفتن مجانی هول شدیم، گفتیم بده آقا. از کی شروع کنیم؟ گفت همین الان. چیکار کنیم؟ گفت هر عکسی میگیری ما یکیش تو تلفنت نگه میداریم، یکیش اینجا نگه میداریم. نمیدونستیم که همچین بلایی به سرمون میاد. حالا رفتیم آلمان داریم فیلم برداری میکنیم، سخنرانی و جلسه آقای ایران بومیه، دوستان دیگه هست، یه دفعه تلفن میگه که آقا آی کلاودت پر شده. میگم آقا من چیکار آی کلاود دارم؟ میگه خب داری ضبط میکنی، ما هم دارم به اون میفرستیم فلان نه. میخوای حالا درستش کنی؟ گفتیم بله چرا نه، پول بده ماهیانه. آقا من اصلا احتیاج به این ندارم، من تا میام خونه اینا رو میارم تو کامپیوترم دوباره تلفن تمیز و نو. به دو دلیل، اگه امروز تلفنتون شکست خراب شد در یه اشکال براش پیش اومد، عکس‌ها رو دارید یه جای دیگه، و اگه اینجوری هم بخوایم فکر کنیم، خب حالا تو کامپیوترت داری، تو یک مموری دیگه هم چی کن؟ خب اگه این و اون و اون خراب شد اینجوری باشه زندگیمون اصلا داغون میشه. خلاصه این آی کلاود کوفتی کار ما رو اونجا فلج کرده بود، تا اینکه امروز صبح رسیدیم اینجا و یکم وقت گذاشتم اصلا آفش کردم. گفت چی زیا؟ گفت رینگو رفت کافه دید چراغا همه آفه. مثل ما که رفتیم رستوران زعفران دیر بوده اون سال، ولی امسال به موقع رسیدیم و آف کردیم آی کلاود. دوستان این تلفنتون رو یه روز بردارید، یه سری تو این کوچه پس کوچه هاش بزنید، ببینید چه کوچه های قهر و آشتی داره که اصلا خبر ندارید، چه کارهای انجام میده و چه کارهای انجام میده بدون اجازه شما. خیلی وحشتناکه. هی خلاصه این تلفن‌ها از 4 گیگابایت، 8 گیگابایت، 56 گیگابایت، 128 گیگابایت همین جوری داره میره بالا، و ما هم هر جا یه عکس میگیریم دو تام اضافه میگیریم که اگه اون یکی چشمون بسته باشه یا اگه تو اون زشت افتادیم تو اون یکی قشنگ‌تر، میگه من تو عکس زشت افتادم. میگم خب آقا خانم تو دیگه همین هستی که هستی، اگه میخوای تو عکس بعدی خوشگل باشی یه جراحی چیز برو. این احتمالاً از اینا که میخوان چی به اون بفروشن. هلو. Trish, swear to God, I ask you 10 times to remove my number, please. Trish, remove my number, please. این ترش باید اسم بذارن. ترش یعنی آشغال. این خانم اسمش ترش. باور کنید من به همین احمق 10 بار گفتم شماره رو بردار. و شماره ای که زنگ میزنه بلاک میکنم. دوباره از یه شماره دیگه زنگ میزن. من نمیدونم این همه شماره تلفن از کجا اومده. شما میدونی سوار اوبر که میشی، اوبر یه شمارهی به شما میده، شماره اصلیتون رو ماسک میکنه، برای که از بس راننده مزاحم اون شده، اون مزاحم اون شده. این همه شماره چجوریه؟ چطور اون وقتا میگفتن شماره نداریم، ولی الان این همه شماره تولید میشه؟ من ترش هستم، خانم متخصص فلانه. آگ بر سرت، چه متخصصی هستی که نشستی اینجا به من زنگ میزنی؟ یه چیزی میخوای به من قالب کنی که من گولتو بخورم؟ خب دنبال چی میگشتم براتون؟ عکس زعفران گریل یا زعفران رستوران، یه رستوران زعفران اینجا داشتیم
متاسفانه بسته شد. آقای مسعود و همسرشون اینا قبلا هم آقای محمد رفی بود و یادمه وقتی این دوستمون گفت من اینجا باز کردم که افراد پولدار هستن، گفتم تو میدونی افراد پولدار چرا پولدار میشن؟ برای که پول خرج نمیکنن. این آقایی که وکیل دکتره صبح نون و صبحونش که میخوره برای بچه هاشم نون درست ساندویچ درست میکنه میبره مدرسه، برای خودش هم درست میکنه میبره سر کار. ولی بیچاره اون اسپانیشا، برو تو اون محلای اونها ببین چجوری از صبح که میان بیرون تا شب 30-40 دلار فقط آشغال ماشغال میخرن میخورن از نوشابه گرفته. ولی اون وکیله نوشابه امکان نداره بره یکیش بخره 2 دلار، 6 تاش میخره 1.99، قشنگ میبره میذاره خونه، یکی یکی سرد میشه میاره چی میکنه. بعد میگه تنها راه جلوگیری از تلفن‌های بیهوده آن است که جواب ندهید. آخه من کارم یه جوریه، یه دوتا آگهی دارم این ور اون ور، بعض وقتا طرف زنگ میزنه، اگه ما آگهی رو جواب ندیم به نفر بعدی زنگ میزنه. اینجوری نیست که بله چون مزاحم نیست و کار داره حالا که زنگ میزنه انقدر نایس باشه که پیامم بزن. چرا پیام نمیذاره؟ دلیلش هم بهتون میگم. اگه به من زنگ بزنه بگه من برنامه‌ای دارم میخوام ویدیو ضبط کنم، پروداکشنی دارم فلان اینها، پیغام بذاره، بعد چون من نیستم بگه آقا این نیستش، شاید از مملکت بیرون باشه، شاید اصلا مریضه، شاید مرده، به نفر بعدی زنگ بزنم. به نفر بعدی که زنگ زد قرار گذاشت، اون وقت من میشم مزاحم اون. هی زر و زر من زنگ میزنم آقای جیمز شما مسیج گذاشتی، نمیدونم یه ویدیوگرافر میخوای، پری پروداکشن، پست پروداکشن، چنین و چنان اینا. اینا یه لیستی درست کردن به نام دو نات کال. آقا اون باید یقشونو بره بگیره، ما رجیستر کردیم دو نات کال می. ولی میاد از اداره پلیس زنگ میزنه، پلیس میگه آقا اینا اصلا پلیس نیستن. شریف زنگ میزنه، شریف نیستن. ولی باید یکی باشه بگیره اینا رو، پدرشون در بیاره، اونو نمیگیرن. چه کار میکنن؟ توی خیابون دنبال شما راه میافتن، شما یه جا راهنمان نزدی، خط عوض کردی، بزن کنار، دستا بالا اومد و فلان اینا، تیکتت بدن. صحبت از تیکت شد، من ندید و بدید از آمریکای 55 مایل رفتم توی جاده‌های آلمان، اتوبان A63X A3A فلان. یاد اون وقتا افتادم که یه فولکس واگونی من داشتم حد اکثر سرعتش 160 کیلومتر بود و وقتی تو جاده ها میرفتم گاهی وقتی یادمون میره بلد نبودیم که بریم کنار، تو خط سبقت میرفتیم، یکی اینجوری چراغ میزد، اصلا بنزا یه مدت اینجوری بود، شما اگه چراغشو میگرفتی خودش شروع میکرد، یا به یه هم همینجوره شروع میکرد چراغ زدن که دیگه ایشون دستش خسته هم نشه چون داره با سرعت میره. و حقیقتا اونجا وقتی رانندگی میکنی طرف داره رانندگی میکنه، اینجا وقتی طرف رانندگی میکنه داره نمیدونم تکس میفرسته، داره کافی میخوره، داره صبحونه میخوره، داره خشتکشو بالا میکشه بمانه. ما گاهی وقتا با این ماشین 160 کیلومتر رو میرفتیم که دیگه این عقربه میچسبید به اون میخی که اونجا بود، یعنی شاید هم بیشتر میرفتیم. یکی پشترمون چراغ میزد میمدیم، من گفت بوین بوین، این بی ام و بود، این نمیدونم اولای بود که بی ام وای 7 سریز یا 700 خورده آمده بود. خلاصه این دفعه که رفتیم گفتیم که آقا شما، ما وقتی بلیت رزرو کردیم هم هتل گرفتیم هم ماشین گرفتیم هم بلیت هواپیما گرفتیم، گفتی که 10% بهت تخفیف میدیم برای ماشین، ما این 10% هر جا میخواییم بزنیم قبول نمیکنه. اول بهت فکر کردم که شاید این 10% برای دفعه بعد، ولی گفتیم حالا دیگه ایرانی هستیم زور اونو بزنیم. خلاصه آقای گفت که از کجا میای؟ گفتم از واشنگتن. گفت آمریکایی هستی؟ گفتم آمریکایی شدم. گفت که من کلرادو زندگی میکردم، من بابام آلمانی، مادرم آمریکایی فلان اینها، و اینجور و اونجور. این کجا بود؟ توی انترپرایز. انترپرایز خیلی از هرتز بهتره. اوکی. گفتیم که آقا این ماشینه، حالا 10% که ندادی هیچی، ولی یه ماشین خوب به اون بده. گفتی جی پی اس مجانی؟ گفتیم جی پی اس، به همون جواب ندادی. گفت ببین من هم ماشین بهتر بهت میدم، هم جی پی اس بهت میدم، هم به جای ماشین بنزینی بهت دیزل میدم.
گفتیم حالا یه از این ماشین کونا بهمون ندی، لاق 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 لاق، از اینجا که داریم میام آقای فلات و استرلینگ بفهمه سوربی داره میاد. دیدید اون مثلا بنزای 5 سیلندر هست، چلق 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 چلق، ولی صدای خوبی داره. گفت نه آقا، اونا مال اون هولای، اونا مال قدیمه. یک نیسانی به ما داد، نیسانم نمیدونم چی بود، نسبت آلمان بزرگ بود نسبتا، SUV تو ایرانی میگن شاسی بلند. خلاصه یه چیزی مخصوصی هم نوشته بود، خشقی اصلا نخوندم، ولی سوار شدیم دیدیم به به عجب ماشینی. و من اینجا اسپور یوتیلیتی دارم، ماشین بزرگی دارم، جیپ داشتم اینا، ولی دیدم این ماشین برای اونجا بد نیست، چون ما رفته بودیم یه ماشین کوچولو نیسان، نمیدونم ورسا نیسان چی کرایه کرده بودیم، اون ماشین بهمون داد، جی پی اس بهمون داد، ماشین دیزل داد که خیلی کم مصرف تره. و آمدیم نشستیم توی این ماشین، خلاصه دیدیم وای دکمه نگو و نپرس، یه دکمه ای داره که اگه از خط بریم بر بیغ بیغ میکنه، از خط بریم اون بر بوق بوق میکنه. گفتیم کم مونده بود یه چیزی هم بغل فرمون باشه، اگه شما چرت میزنی اینجوری اینجوری بیدارت کنه، که هست ماشین هست که شما وقتی میری رو خط صندلی تو میلرزونه بیدارت میکنه. خلاصه فاصله ماشینت با ماشین جلویی اگه کم بشه ترمز میزنه، نمیدونم چراغت اگه نور بالا باشه خاموش نکنی داری میپیچی یا چشم کسی هست چراغ رو نور پایین میاره. اون روز ما راجع به نور بالا و پایین صحبت کردیم. خلاصه ما این 6 روزی که این ماشین رو داشتیم، خواهم بگم جای شما خالی ولی نه حقیقتش، چون اگه کسی با هم بود حرف میزدیم نمیتونستم اینجوری با دقت رانندگی کنم و یاد دوران جوانی دلی از عذاب در بیارم. توی این اتوبانا حد اکثری که میتونستم رفتم، با همه اینا بازم باید میمدم کنار که دیگران برن، اونا جاده ها رو بلدن، ماشیناشون طرف از این ماشینای نمیدونم تیتیش مامانی و رو زمین و اینها، ولی فکر کنم 2 تا تیکت هم گرفتم. یک چیزای قشنگی درست کردن، یه ستون گرد اینجوری آبی و قرمز و فلان، شما رد که میشی میگی هلو، بخند که روی دوربین ما هستی. ببینیم که آقای فلا چی نوشتن و بخونیم، و یه وقت هم اگه ایشون دوست داشته باشه با ایشون بحث و گفت و شنودی داشته باشیم سر چیزایی که با هم عقیده نیستیم. و یه سلامی هم به اونها بکنم. به کیا سلام کنم عزیزم؟ صحبی چون در ایران بیشتر فیسبوک ندارن، خیلی ها شما را از یوتیوب پخش زنده میبینن و همزمان براتون پیغام میذارن. یه سلامی هم به اونها. چشم، من اصلا نمیدونستم. دوستان اگه از ایران ما را از یوتیوب تماشا میکنی، سلام به شما، درود به شما، و امیدوارم سلامت باشید که سلامتی از همه چی بهتره. این ببینیم آقای فلاح چی نوشتن. ایشون نوشته که همه ما میدانیم از کجا به کجا آمدیم و همه کسانی که در زمان حکومت پهلوی و بودند در این رژیم تازی متجاوز، در رژیم تازی متجاوز هم هستند، به خوبی میدانند که رژیم سلطنتی پهلوی بی عیب نبوده، اشکالاتی داشته، از جمله خود محمد رضا شاه پهلوی یکی از آنها بود. تک حزبی بودن حزب رستاخیز، حزب ایران نوین، و یا اینکه نبودن آزادی رسانه‌ها و یا تعصب خود محمد رضا شاه به دین وحشی جنایتکار اسلام، نمونه بارزش خاکروبی حرم امام رضای دروغین و بارفتن ایشان به مکه از کسی که تحصیل کرده بهترین دانشگاه سوئیس بود. نه آقا ببین، همینو میخوام بگم حسن جان یا آقای فلا، آقای شاه تحصیل کرده سوئیس نبود. انقدر دروغ گفتن به شما که شما حتی نمیدونی ایشون دیپلم نداشت. آقا من با خانم نیر قربانی، ایشون همسر آقای قربانی هست که کفش ملی ایران رو داره یا داشتن، و اعدام کردن داداشش رو، به جای خودش اعدام کردن، تا آخر عمر بنده خدا ناراحت. ایشون سر همین بحث شد، گفت آقا این چه، خانم نیر گفت این چه حرفی که شما و آقای تیمسار آریان پور و آقای سرهنگ عقیلی پور میزنید که شاه دیپلم نداشته. گفتم خانم این سوئیس با آلمان 2 ساعت، شما برو اونجا، برو این مدرسه روزه، بگو این مدرسه ها 500 سال 400 سال 300 سال سن دارن،
حساب و کتاب دارم، کتاب سالیانه دارم. شما که الان فرزند دانشگاه میره، قول میدم کتاب هر سال مدرسهش رو با عکساش خریدی گذاشتی. شما بیار برای من که شاه کلاس دهم، یازده، دوازده رو تو سوئیس خونده. نخوند عزیز من، از مدرسه بیرونش کردن به دو سه تا ماجرا، یکیش با پرستاری که اونجا بوده، یکیش دعوا با پسر ژاپنی، و این آقا رو کردن بیرون. آقای شاه برای پدرش یه سوغاتی آورد که سوغات بدی بود در اون زمان. همین امروز هم فرزندای ما اگه یکیش بیاد بگه آقا من گیم، هم جنسگرا هستم فلان، برای ما قبولش مشکله. حالا اون کتابی که آخوندهای قرمساق برای این نوشتن، شوهر شاه، اونو بریز تو سطح آشقا. ولی آقای ارنست پرون کی رو برداشت با خودش آورد ایران، براش قصر جداگانه و فلان و اینها گذاشت. پدرش ناراحت شد اینو که دیپلم نداره به جایی که بفرسته مدرسه نظام، فرستاد دانشگاه نظام. اولین پارتی بازی برای آقای محمد رضا پهلوی. دانشگاه نظام که فرستاد، این آقا تن نمیداد به کارهایی که باید انجام بده. اینم یکی دیگه. هلو. بفهم. اداره دارایی، اداره مالیات بر دارایی یه پروگرام جدید درست کرده. اداره دارایی IRS میگه ما اصلا تلفن نمیزنیم، چون اینا هنوز تو قرن 18 و 19 زندگی میکنن. با نامه سفارشی براتون میفرستن اگه کارتون داشته باشه. دوستان اگه کسی زنگ زد بدهکاری، تا فردا اگه پول ندید زندان پلیس، نترسید نترسید، اینا همشون دروغ میگن. هیچ کس به شما اینجا زنگ نمیزنه از اداره دارایی. خب شاه دیپلم نگرفت، برگشت اومد، پدر عصبانی، فرستادش دانشگاه نظام. برید بخونید که وقتی میره اونجا میبینه افسر بیرون وایساده، آقا محمد رضا خابیده روی تخت ارتشی. دیدی بودید این تختا؟ صدا میزنه چرا این خابیده، بچه های دیگه دارن قدم آهسته میرن. میگن خب قربان، این بچه شاه بوده، ما میترسیم. اونا رو تنبیه میکنه، میگه دیگه نبینم اینجوری باشه. خب حالا آقای شاه رفت کجا؟ رفت دانشکده افسری. دانشکده افسری کی میرفت؟ شما خودت مثل تو همافر و اینا بود. دیپلم اگه بود مثل که دو سالی میرم میشد ستوان یک. نمیدونم، من نرفتم نمیدونم، اصلا مطرح نیست. اوکی؟ برگشت اومد یه دفعه این همه مدال و یال و کوپال چی بود که اینجا بهش میگفتن درخت کریسمس؟ شما تا امروز شنیده بودی که این آمریکایی‌ها توی مهمونی‌هاشون میخندیدن، شاه ما رو مسخره میکردن، ولی اونی که نگاه میکنه تلویزیون لس آنجلسی میگه آقا شاه کسی بود وقتی میومد تو مجلس همه خوشحال بودن، میخندیدن، مسخرهش میکردن، میگفتن درخت کریسمس آمد، برای که از اینجا تا اینجا مدال زده بود. آقا من هوابرد بودم، نیروی مخصوص نیرو زمینی. شما انقدر پرواز میکنی یه انقدری به چی میدن، انقدر پرواز فلان میکنی انقدر. ما که وظیفه بودیم که اصلا به این چیزا نمیرسیم. همین علامت این پرنده که چی بود میدادن پشت برو بیرون با اون کلا بره. این همه مدال کجا رو شما رفتی گرفتی؟ در کدام جنگ شرکت کردی؟ آقای شاه چند بار رفت زوفا؟ حالا به گوگوش رو بفرستادن بره آهنگ بخونه. نبود آقا، درست نبود. خب حالا بیان برگردیم ببینید شما همین یه جمله رو که گفتی، خب منو آتیش میزنی دیگه عزیزم، چون فکر میکنی شاه بزرگترین دانشگاه. آقا یکی نوشته بود شاهنشاه سال فلان دکترا از این، سال فلان دکترا از این سال. به خدا یاد حقا افتادم، گفتم حقا هم میگم من 28 جا نمیدونم کار میکنم، 280 تا دانشگاه هم فارغ التحصیل شدم. حالا بیان برید دنبال دیپلم شاه، برید دنبال دیپلم شاه. شاه از 11 12 سالگی باباش با چند تا معلم خوب فرستادش سوئیس، درس بخونه، همراهش هم این معلمین بشینن هر روز برای پدرش نامه بنویسه. فکر اون درست بود، عمل کرده این تنبلی بود؟ نبود آقا، تو وجودش نبود. شما روزی چند ساعت کار میکنی؟ پای آتش تنور وای میسی. خب
حالا انتظار داشته باش پسرت هم این کارو بکنه، دخترت هم این کارو بکنه. میگه آقا مگه من دیوانم؟ اگه شما تازه زحمت کشیدی من به یه جایی رسیدم، خب باید این پول آسایش من باشه، من بتونم هر چی تو نداشتی من داشته باشم، ماشین خوب نداشتی من ماشین خوب داشته باشم، جوان بودی اجاره ای بودی من حالا جوانم میخوام خونه خودم داشته باشم. پس نباید صرفا بگیم چون این شاهه بچهش هم باید شاه بشه. این میشه مثل آخونده. چرا آخونده بچهش میشه آخون؟ برای که کار مفتخوریه و پدرسوختگی و پول در آوردن. چه تفاوتیه بین آخونده بچهش آخون میشه، بین شاه هم بچهش شاه بشه؟ چند نفر میشناسی تو همین دوستامو که مثلا طرف دکتره، بچهش اصلا تو این کارا نیست، نمیدونم میره ورزش میکنه، میره یه شغل دیگه داره. شاه دیپلم هم نداشت. دوست عزیز، شاه هرگز دانشگاهی نرفت به جز دانشکده افسری. حالا بیایم پایین تر. که بهترین دانشگاه سوئیس بود بعید میرسید. یادم هست در یکی از سخنرانش گفته بود خواب دیده از اسب داشته میافتاده، ولی ابوالفضل عباس کمرش رو گرفته که روزنامه طنز توفیق نوشت ابوالفضل که دست نداشت که تو رو بگیره. فردا روزنامه های دیگر نوشتن روزنامه توفیق توقیف شد. نوشتن توفیق رفت تو قیف، یه چیزی اینجوری بود. بله خب، بله اشکالات بود، کم هم نبود. من خودم کتک خورده ساواک همان زمان بودم، ولی می شود در وطن پرستی محمد رضا شک کرد؟ مردی که هدفش زندگی بزرگی کشور ایران و سربلندی ملتش بود، رضا شاه بزرگ با دست خالی و بدون داشتن نفت در آن 16 سال آن کارهای ملی و میانی کرد، جای خود را دارد. با سپاس از شما. حالا شما بیا یه ویدیو 5 دقیقه درست کن به منی که تو ایران درس خوندم، به منی که تو ایران خدمت کردم، یاد بده وطن پرستی یعنی چی. وطن پرستی یعنی چی؟ اینجا میگن پیتریوت. به من یاد بده که من معیاری رو که شما داری با معیاری که بلدم بذارم کنار هم، ببینم وطن پرست هستم یا نه. شما مثلا میگم آقا راننده خوب یعنی چی؟ شما میگی راننده خوب کسیه که مثلا چند سال اینجا رانندگی کرده باشه، وقتی میریم درایوینگ رکورد چی میگیریم، هیچ تیکتی نداره، جریمه ای نداره، 5 تا نمیدونم مثبت داره، فلان بیسا. البته یه دفعه من یه نفر استخدام کردم، گفت من اینجوری اینا، گفتم من مادر بزرگم از ایران که رسید اینجا بردمش دی ام وی، گواهینامه گرفت، از اون روزم نشسته خونه رانندگی نکرده، الانم 5 تا مثبت داره. خود منم 5 تا مثبت دارم، ولی من روز 14 سال 18 سال بعضی وقتا رانندگی میکنم. خب آقا این وطن پرستی رو هیچ جا یاد من و شما ندادن. به من بگو تو کلاس چندم وطن پرستی یاد دادن؟ دهقان فداکار وطن پرست بود؟ اون پسر هلندی که انگشتش کرد تو صد وطن پرست بود؟ یا اینا در یه لحظه فکر این بودن که آقا این داره ماشین قطار میاد میزنه داغون میشه، این چیکار وطن داره؟ این صد داره میشکنه آب شهر رو میبره. به ما یاد ندادن. از یه تیمسا شما خیلی مشتری و دوست و اینا زیاد دارید، ازشون سوال کنم تو ارتش به شما درس وطن پرستی دادن؟ کجا بود؟ چی بود؟ کی بود؟ ولی به هممون بگو که عربی، اخلاق، دینی داشتیم. آقا هممون بلد بودیم انا شمس و منال جد دینم دارم عدی. چی بود؟ بلبل فلانی بود کماول قدی بلدیم دیگه، برای که غلط بود. حالا داستان دوستی خاله خرس رو شنیدیم هممون، هممونم به خوبی میدونیم که آقا این خرس، این شکارچی، حالا نه خرس چه دوستی با شکارچی داشت، خرس این مرد رو دوست داشت و یه مگسی رو چشم این بود، رو صورت این بود، این با سنگ زد اینو کشت. آقا از این دوستی هم داشتیم. خیلی ها میگن آقا شما به صداقت فلانی شک داری؟ میگم شک ندارم، ولی اگه قلبم درد میکنه نمیرم به این میگم تو که صادقی بیا قلب منو جراحی کن، میرم پهلو یه پدرسوخته فلان فلان شده ای که میگه برو قالیتم بفروش پول جراحی رو اول مثلا بیا بذار. ولی وارده ما افراد کارشناس نداشتیم. شاه با کیشه کمدانی به ریشه سلطنت خودش زد. شاه افرادی رو که دو کلمه
بلد بودن، چون نابلد بود از دور خودش بیرون کرد. آقا فردا من میام میگم آقا من الان زمستونه میخوام بیام مغازه نونوایی شما کار کنم، اونجا گرمه. یه هفته من کار میکنم، یه چیزی به نظرم میرسه، به شما میگم که استاد شما این همه سال داری این کار میکنی، این کار اگر انجام بدید دیگه دور نونا اینجوری نمیشه. البته اون نون هفته پیش دیدم خیلی قشنگ گذاشتم، از آلمان که اومدم اولین چیزی که خوردم واقعا نون شما بود. بمانه اگه من یه چیزی گفتم، شمایی که صاحب این مغازه هستی چند سال الان نونوایی داری؟ باید به من بگی به به حقوق تو زیاد میکنم، یا بگی آقا این فردا رو دست من بلند میشه بکنمش بیرون. شاه میکرد بیرون اینا رو، هر کی چاپلوسی میکرد دروغ بهش میگفت اونا رو نگه میداشت. شاه اگر وطن پرست هم بوده، اشتباه آقا یا خانم خرس رو انجام داده. شما کدوم وطن پرستی رو سراغ داری که پولاشو بره بده به یک کشور دیگه براش نگه دارن؟ چرا به بانکای خودش اطمینان نداشت؟ کدوم وطن پرستی رو قبول چیز داری که اینقدر تو جنوب فرانسه اینا مال و املاک داشته باشن؟ کدوم وطن پرستی رو شما میشناسی که خواهرش خونه چند 94 میلیون دلاری تو نیویورک داشته باشه؟ بله اون موقعی خریدن 94 نبوده، ولی آیا در ثروت شاه شما شک داری؟ شما برو نگاه کن، اولین کسی که شروع کرد به پولای شاه و اینها بعد از ماجرای آقای انصاری من بودم. و بله بعدن آقای کامبیز حسینی زبلی کرد، از آقای ولیعهد پرسید آقا شما چند پول داری؟ گفت حالا دیگه یکم دارین دیگه. آقا چند داری؟ من 62 میلیون. شما که اینجا الان آدم موفقی هستی، بچه دانشگاهی داری، چند میلیون با خودت آوردی؟ دلار نه، چند میلیون تومان با خودت آوردی؟ آقا بنده دبیر هنرستان بودم، خونم فروختم 480 هزار تومان. اون موقع هم فکر کنم دلار 60 تومان بود، شد 8000 دلار، یه هم چیزی، یا 8000 مارک یا 8000 دلار. از 16 سالگی هم داشتم کار رسمی انجام میدادم، از 11 سالگی داشتم شاگردی میکردم. 8000 دلار، اینم پول تو ایران بوده، ماشین نو، رنوی نو، خونه نو، همه رو چیز کردم شده 8000 دلار. یه جوونی سال 57 62 میلیون دلار. حالا حتما بعضیا فوش خوار مادر دارن میدن، آقا خود مردک دروغ به این گندگی، برید خودش گفت، خود آقای رضا پهلوی گفت 62 میلیون دلار داشته. آقای انصاری اومد گفت آقا این دروغ میگه، این یه قلمشه. مثل من به شما بگم آقای فلا شما چند پول داری؟ شما بگی 500 دلار. این یه جیبش بوده، جیبای دیگه و بانک‌ها و اینا رو نگفته. گفت آقا اینا میلیاردها دلار. صحبت خانم فرع پهلوی جواهراشو اون آقای هندی کشید بالا، صحبت خانم فرع پهلوی که فامیلمون پولامونو خورد. شما به من بگو کسی که میگه من میخوام برای درمان برم خارج، شما اون موقع نگران پول هستی با چمدونای اینجوری بیای بیرون؟ آقای شهبازی گفت، چمدونای نمیدونم جواهر اینا گفتن، و جواهرات چی کار کردن؟ یه هندی کلک بهشون زد، من میرم براتون میفروشم، حق به حقدار رسید. نادرشاه میره نمیدونم جواهرای هندی ها رو میاره ایران، هندیه میاد جواهرای ما رو از خانم فرح میدوزه. یه برنامه هست آقای دادرس میگه بین خطوط، بین خطوط رو بعضی وقتا بخونی، چون اینا رو مینویسن بزرگ، هی هم تکرار میکنن، هی هم تکرار میکنن. میگم آقا اصلا همچین گفتن که طرف میگه چند تا دکترا داره. آقا این آقای صمدانی من گفت سوربی جان من میخوام به شما یه دکترا بدم. گفتم آقا دکترا برای چی؟ گفت به این دادم، به میبودی دادم، فلان دادم، گلوبال یونیورسیتی. گفتم آقا من نمیخوام، من دکترای مردمی دارم از خیابون. دکترا چی؟ نمیخوام. هر کی میاد تلویزیون دکتر مهندس فلان، خب که چی؟ آقا مهندس این سهراب چمنارا مهندس، برو نگاه کن کاراش هست، پروژهش براتون میفرسه که تو ارمنستان کدوم نیروگاه رو میخواد درست کنه، تو هندوستان کدوم نیروگاه رو درست کرده، از آشغالا داره انرژی و برق میسازه. این مهندسه، نه آقای دکتر فتح‌الله یزدی، مردی که خودشو مسخره کرد. هنوزم با من دوست، گاهی وقتی هم میاد آمریکا زنگ میزنه، میاد میره،
9 تا بچه داره، حقوقش هم داره میگیره توی آلمان و اروپا و اینا داره خوش میزنه. خب پس چند تا مسئله بالاخره اینجا رفت. تنها راه جلوگیری، آها این مال چیز بود، این ون میگه که شاید مثل دکترای میرفتروس مدرک گرفته بود. اتفاقا این میرفسفس هم همین آقای صمدانی بهش دکترا داده بود که بعد بهش گفت تو دکترات پس میگیرم. این ایرانی هم مثل که من به شما یه کادو بدم برای تولد، بعد از تولد حالا اومدیم خوردیم و کیک و اینام رفتیم، بعدا با شما دعوام بشه که چرا مثلا ماشین تو من قرض ندادی، بگم آقا اون ساعتی که برای تولد بهت دادم به من پس بده. آقای ابوالقاسم صمدانی فوت شد چند مدت پیش، پسرش هم به من زنگ زد، من فکر کردم حالا آقای صمدانی مثلا لطف کرده اسم ما رو تو وصیت نوشته اونا، چون همیشه میگه آقای سوری من بی پول که شدم تو رو شناختم، پولامو دادم به تلویزیونای سلطنت طلب توی لس آنجلس. گفتم ناراحت نباش، همه اینایی که با منن همینن، چون ما زرنگ نیستیم پول دارا رو جلب کنیم. بمانه آقای صمدانی دیپلم همین مدرک همین میرفتروس بهش داده بود. شما از سوال که آقا این مدرک چیه، از کجا گرفتی، مثل اونایی که از این دامینیکن ریپابلیک هست مدرک میگیرن میای اینجا اصلا قبولت نداره. حالا تازه داشته باشن به ماچ. خب اگر 50 تا ماشین با هم خلاف کنن در یک لحظه عکس همشون با هم گرفته میشه، برلین سر هر چهار راهی هست. حالا یه چیزی، ما که اینجا هستیم چیکار میکنن؟ اینو میفرستن برای نمره اون ماشینه، وقت انترپرایز برای من میفرسه، خب منم این دیگه نمیام چیکار میکنم؟ گواهینامه من که نمیتونم اونجا باطل کنم، ماشین من که نمیتونم توقیف کنم. البته حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. بله دوستان عزیز، ما قرار بود تا 3:30 با شما باشیم، بعد دوستمون زنگ بزنه بریم مریلند، ماشین ندارم، برم ماشینمو از مریلند بردارم بیام و ببینیم چیه. آقا اون وقتا مثلا تلویزیون میگفتی اگه یه کسی یه ماشین داره نمیخواد، یه جوانی هست دانشگاه میره بده به این، چهار نفر زنگ میزنه میگه آقا من دیگه رانندگی نمیکنم، نمیدونم یه بنز 190 دارم فلان دیگه. چی شد یه دفعه این ملت ما همه اینجوری خسیس شدن که حتی حمایت هم نمیکنه؟ حمایت فراموش نشه و یادتون باشه من به حمایت شما به 10 دلار 50 دلار 100 دلار شما احتیاج ندارم. دوستانی که منو میشناسن میدونن از روز سومی که اومدم اینجا کار کردم و افتخار میکنم، روز اول دومش هم دنبال گواهینامه بودم. از روز سوم رفتم وست ویرجینیا، کامیونایی که اون وقتا زغال حمل و نقل میکردن اونجا تعطیل شده بود، میآوردیم با دوستامون اینجا اتاق و شنا رو میبریدیم و عوض میکردیم و اینجا کار میکردیم. همین آقای بهمن باتمان قلیچ، ایشون تو کار راه و ساختمان و اینا بود، این خیلی از ما رو میشناسه، آقای فیلاوی و دیگران میدونن که کار کردم، همیشه به کار کردن افتخار میکنم و میگم یکی از فوشای مملکت ما این بود، میگه آقا برو تو که راننده کامیون هستی. میگم خب تو بابات چی کاره بوده؟ بابات مثلا تیمسار بوده دلت خوشه که گماشته میآورده خونتون؟ نمیخوام به تیمسارا بی احترامی کنی، ولی شما میتونید گارانتی کنید که یه جوان بیاد توی خونه ای زن و بچه و استخر و اینها، بعد این آقایه حالا مال ده باشه مثلا زن لخت و عمرش ندیده؟ خیلی خراب بود. آقا تو به تیمسار حقوق بده بره یه نفر استخدام کنه، چیه این گماشته دیگه؟ چیه و این کلمه یعنی چی گماشته؟ خب اینم از این. آقای اکبری و دوستان و بله بذارید من اینو پاک کنم و بیام خدمت شما. اینقدر خبر اینجا هست، ویدیوهای آقای سهراب چمنارا که امیدی به یک شالاتان بستن. آقای چمنارا اینجا نوشته بودم اول خودتون اومدید دیگه زودتر شروع شد. قاضی دادگاه و جواب احمقانه وکیل ترامپ، روی فیسبوک من هست برید نگاه کنید. قاضیه به خانمه میگه شما که اومدید این 7 کشور رو میگید پناهنده و ویزیتور و اینا نیاد، چه چیزی دارید بر علیه اینا؟ خانمه میگه من نمیدونم. میگه اگه تو نمیدونی من میدونم، هیچ مدرکی نیست که این 7 کشوری که اس بردی پناهنده هاش کار تروریستی انجام داده باشه. برید ببینید این ویدیوها رو. و یک قاضی دیگه هست، قاضی ناپولیتانو، اینا اصلشون ایتالیایی هست، این یکی از تندروترین کانسرواتیوها یا محافظه‌کاران یا جمهوری خواهان آمریکاست
که تو فاکس نیوز برنامه داره. دوستانی که هنوز امید به ترامپ شارلاتان بستید، قاضی جاج ناپولیتانو برید ببینید چی میگه. اون از ریپابلیکن ها دعوت میکنه برای استمرار این دموکراسی بیاین و کار شرافتمندانه و انسانی خودتون رو که باید بر علیه ترامپ باشه انجام بدید. شما در تاریخ اسمتون میمونه. بله درسته که آقای ترامپ داره استیضاح میشه، ولی از نماینده های مجلس حتی همه دموکرات ها رأی ندادن، ریپابلیکن ها که یکیشون هم رأی نداد که بله این استیضاح بشه. کسی که از سر تا پا اشتباه کرده، قانون رو زیر پا گذاشته، و چجوری خودشون رو راضی میکنن، میگه خب این میخواسته پول ما، مالیات ما نره برای یوکرین. احمق، این به طرف گفته آقا پولا رو میفرستیم ولی قبلش شما یه فیوری، یه کاری برای ما انجام بده. اون غلطه، اون دخالت در قانونه. اگر دوستان به آمریکا، به اینجا زندگی کردن باور دارید، به چکن بلنس باور دارید، باید شما اون احساساتتون رو کنار بذارید، مخصوصا اونایی که نژاد پرستن. آقا چیه این آفریقایی میاد اینجا، چیه اسپانیشه میاد اینجا، من و شما هیچ چیزی برتر بالاتر از اونها نداریم. خیلی از اسپانیشها از من و شما باسوادتر، خیلی هاشون از من و شما کاردانتر. هر کسی رو بگی جنرالایز نکنید، یعنی عمومیت نبخشید که همه شیرازی ها خوبن، این یه نمونش، همه خوب نیستن. خب آخر برنامه خیلی خوب بود، آفرین بدرود. شما رفتی فکر کردی آخر برنامه بله بله آخر برنامه است، 3:44 دیگه باید برم واقعا. دوستان از این که با ما بودید یا با من بودید ممنون و متشکرم. ما که وجود شما رو فیزیکلی حس نمی کنیم، ولی همین که هستید می نویسیم اینا. خیلی از دوستانم گفتن آقا فیسبوک اصلا محل نذار ننویس، ولی شما دیدید دیگه. سعید میگه آقا یه دم روی یوتیوب هستن، اونجا دارن می نویسن. زمینی که اصلا من خبر نداشتم که یوتیوب میتونن بنویسن. حالا یه نگاهی میکنیم ببینیم چجوریه. و چهارشنبه 20 واو خیلی آقا خیلی چیز شدیم، 25 نفر دارن ما رو نگاه میکنن. برگردیم به حرف آقای سهراب چمنارا و دکتر مولانا ملازاده. آقای فلا حتما یادته این آقا مایی 22500 دلار میداده به تلویزیون رنگارنگ، چون تلویزیون رنگارنگ بهش گفته 40 میلیون بیننده داری. حالا شما ببین آقا دکترا داره، یه تلویزیونی وقتی ما 60 میلیون 70 میلیون جمعیت داریم گفته کانال من 40 میلیون بیننده داره و این بدبخت باور کرده. آخه حماقت تا کجا؟ اولای برنامه که نه، وسطای برنامه پرسیدم چرا میگن احمقها دو گروه هستن، هیچ کدومتون ننوشتید چرا؟ برای که توی یه گروه جاشون نمیشه، تعدادشون خیلی زیاده. خدا نگهدار، نه هنوز هستم. درود بر شما مرد بزرگ رضا سلطانی مهاجرانی. آقا خیلی ممنون متشکرم. من گفتم به دیگرانم نگید مرد بزرگ مرد کوچک، منم مثل شما هستم، دوست برادر برابر کاکو. خیلی ممنون که با ما بودید. جمعه برنامه خوبی داریم، جبران هفته گذشته هم که ویدیومون خوب نبود و من راضی نبودم، باید در بیاد با بچه های کانون آبا و دیگر کانون هایی که از سازمان مجاهدین جدا شدن. آقای لادن به احتمال 100% 99% بگیم، همیشه یه درصدی بذاریم، در پاریس خواهند بود و اون برنامه جبهه دوم. سعی میکنم که با خانم بهیه جیلانی که چند هفته ما قول دادیم بعد قول شدیم، و با آقای فرزاد نیساری باشیم که من انقدر مزخرف نگم، بلکه اون دوستان دوتا حرف حساب بزنن و پای هم در بشن. خیلی ممنون کاکوی گرامی، آفرین کاکوی گنم. دوستان روز روزگار بر شما خوش، هر جای دنیا که هستید خوب و خوش سلامت باشید. اصلا نگران نباشید که من ممکنه مخالف با شما باشم، حتما تو فامیلتون یه نفر هست که مخالفه، به اون که فوش نمیدید، به اون که نمیگید دشمنه من. آقا من تا روزی که پدرم فوت شد مخالف هم بودیم، ولی مگه میشه آدم با پدرش دوست نباشه؟ اصلا مخالف بودن میشه مثل گلای رنگارنگ توی باغچه،
شما فکر کن وقتی میری یه جا اگه همش لاله قرمز باشه، همش نمیدونم گل سرخ محمدی میگن چی باشه، اصلا خسته کننده میشه. فکر کنی این باغ برای تولید گل، ولی وقتی میری یه جا کنار جاده ها دیدین این گلای وحشی چقدر قشنگن، چقدر متفاوتن، یکیش پایینه یکیش بالاست. اینجوری باشیم، هر کسی مخالفمون بود نگیم دشمنمونه، پشت سرش نگیم آقا شما که دیگه میدونی این سربی که ماموره. نه آقا قرم سال من از کجا بدونم، مگه من با جمهوری اسلامی کار میکنم؟ توی مهمونی گفتم به طرف آقا سربی دیگه شما که میدونی شبخیز حقوق میگیره. خودم نه آقا من از کجا میگیرم، از کجا میدونم؟ من حقوق بگیر اونا هستم که بدونم. شما احتمالاً میدونی، شما بیا بگو. بگو نه آقا من که نمیدونم. گفت آقا مردک تو که نمیدونی چرا به من میگی شما میدونی؟ نگید. وزارت اطلاعات خوشحال شد، گفت تا چند سال پیش از هر سه ایرانی در خارج کشور دو تاشون فکر میکردن اون یه نفر دیگه مزدور ماست، الان هر سه تاشون فکر میکنن مزدور ما هستن. یعنی من و فلا فکر میکنیم اکبری مزدوره، اکبری و فلا فکر میکنن سربی مزدوره، سربی و اکبری فکر میکنن فلا مزدوره. حالا بشینید خودتون رو بذارید جای آخوندا، بعد برید دوش بگیرید. وقتی آخوند اینجوریه و ما همدیگر رو میگیم مزدور، دیگه احتیاج داره منو استخدام کنه؟ کدام یک از شما اگه فردا یه نفر زنگ بزنه بگه من آخوند فلانی هستم از وزارت اطلاعات میخوام شما را استخدام کنم، ماهی چند حاضرید بگیرید تا استخدام آخوند باشید؟ ولی من شما را مجانی میدم به آخوند، شما منو مجانی میدی به آخوند، نفروشیم هم دیگر مجانی. برید آقا حقوق بگیرید از آخوند، 25% شو بردارید، باقیشو بدید من. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. گمیه گمپه گل، اوه گمپه گلم، اوه چقدر وقت بود این نشنفته بودم. چرا اکبری بعض وقتا میگه گمپه گلم؟ آخ یاد بیژن سمندر بخیر. بله خدا رحمت کنه. بله دوستان عزیز، میگه آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم، چون خدایی نیست پس علی به درچی. چاو سی یو فرایدی، به امید دیدارتون جمعه. این مهران سعدی همیشه میگفت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب ونزوئلا رو گفتم براتون، مورالس استعفا به کمک مکزیک فرار فلان، و سفر کوتاهی هم داشتیم ما به آلمان از پنجم تا دیروز رفتیم و آمدیم. امیدواریم شما فرزندانتون دوستاتون هر وقت میخوان سفر کنن سالم و خوب باشن. یه مقدارم خودمون رعایت کنیم که کارهای خلاف و اشتباه نکنیم. بیشتر تصادفات قابل پیشگیریه، باورتون میشه؟ تصادفات قابل پیشگیری هست و این اتفاقایی که سیل میاد بارون میاد اینا نه، ولی تصادفات رانندگی و اینها قابل پیشگیری هستن. اگه من مواظبت کنم شما مواظبت کنید، آقا طرف رانما میزنه بی انصاف، به جای بوق بزنید گاز بدید ترمز بزن بزو بیاد جلوت، دو دقیقه میره اونورتر میرتش، تو سر جای خودت هستی، ولی بوق میزنی فوش میدی اعصاب خودت خراب میکنی میپیچین جلو هم تصادف ایجاد میشه. حالا دوباره سعید میگه اینو ولش میکنیم تا افسار سوربی بر میکنیم، میخواد مدرسه آموزشگاه رانندگی یاد بده. چی بگیم؟ به امید دیدار، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.